دوستان عزیز، توجه کنید. به دلیل محدودیت امکانات، ترجمه و روایت این کتاب توسط هوش مصنوعی انجام شده است. لذا پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی در تلفظ کلمات پوزش می‌طلبم. در صورت تمایل به خواندن نسخه نوشتاری کتاب، می توانید به سایت رادیو NLP مراجعه کنید. با تشکر. خود هیپنوتیزم. روش‌های آسان برای باز کردن قدرت ناخودآگاه شما. حق چاپ، رادیو NLP، نیویورک، ایالات متحده. فصل 1، درک خود هیپنوتیزم. خود هیپنوتیزم چیست؟ خود هیپنوتیزمی ابزار قدرتمندی است که به افراد اجازه می دهد تا به ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کنند و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنند. این تکنیکی است که شامل القای حالت آرامش عمیق و توجه متمرکز مشابه مدیتیشن برای دسترسی به ضمیر ناخودآگاه است. با انجام این کار، افراد می توانند باورها، عادات و رفتارهای خود را برنامه ریزی مجدد کنند تا با اهداف و خواسته های خود هماهنگ شوند. یکی از مزایای کلیدی خود هیپنوتیزم توانایی آن در دور زدن قوه انتقادی، ذهن خودآگاه و برقراری ارتباط مستقیم با ناخودآگاه است. این مهم است زیرا ضمیر ناخودآگاه جایی است که باورها، احساسات و خاطرات ما ذخیره می شود و تأثیر قابل توجهی بر افکار و اعمال ما دارد. با استفاده از خود هیپنوتیزم، افراد می توانند باورهای منفی را دوباره قالب بندی کنند، باورهای محدود کننده را آزاد کنند و عادات مثبتی را پرورش دهند که از اهداف آنها حمایت می کند. خود هیپنوتیزم یک تکنیک ساده و آسان است، هر کسی می تواند آن را یاد بگیرد و تمرین کند. این شامل استفاده از تکنیک های آرامسازی، تجسم و جملات تأکیدی مثبت برای القای حالت خلسه ماننده و دسترسی به ضمیر ناخودآگاه است. با تمرین منظم، افراد می توانند حالت هیپنوتیزم خود را عمیق‌تر کنند، تلقین پذیری خود را افزایش دهند و تغییرات پایداری در زندگی خود ایجاد کنند. علاوه بر خود هیپنوتیزم، پیشنهاد خودکار ابزار قدرتمند دیگری برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است. پیشنهاد خودکار شامل تکرار جملات تأکیدی یا جملات مثبت برای خود به منظور برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه است. با تأیید مداوم باورها و اهداف مثبت، افراد می توانند مسیرهای عصبی جدیدی در مغز ایجاد کنند و الگوهای فکری و رفتارهای خود را تغییر دهند. به طور کلی، خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار تکنیک‌های ارزشمندی برای باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی فرد هستند. با یادگیری و تمرین این تکنیک‌ها، افراد می‌توانند از منابع درونی خود بهره ببرند، بر موانع غلبه کنند و با سهولت و اطمینان بیشتری به اهداف خود برسند. فواید خود هیپنوتیزمی. خود هیپنوتیزم ابزار قدرتمندی است که میتواند به شما کمک کند پتانسیل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. با استفاده از تکنیک های آسان برای برقراری ارتباط با ناخودآگاه خود، میتوانید از دانش و منابعی بهره ببرید که میتواند به شما در دستیابی به اهداف و بهبود زندگیتان به روش های بیشماری کمک کند. در این فصل فرعی، ما برخی از مزایای کلیدی خود هیپنوتیزم و چگونگی استفاده از آن برای بهبود زندگی خود را بررسی خواهیم کرد. یکی از مزایای کلیدی خود هیپنوتیزم توانایی آن در کمک به شما برای غلبه بر باورهای محدود کننده و الگوهای فکری منفی است. با دسترسی به ضمیر ناخودآگاه خود، می توانید باورهایی را که شما را عقب نگه می دارند شناسایی و برنامه ریزی مجدد کنید و آنها را با باورهای مثبت و توانمندتر جایگزین کنید. این می تواند به شما کمک کند تا از محدودیت‌های تحمیلی خود رها شوید و در همه زمینه‌های زندگی خود به موفقیت بیشتری دست یابید. خود هیپنوتیزم می تواند ابزاری قدرتمند برای کاهش استرس و اضطراب باشد. با وارد شدن به حالت آرامش عمیق و تمرکز بر جملات تأکیدی و پیشنهادات مثبت، می توانید ذهن و بدن خود را آرام کنید و تنش و استرس را از بین ببرید.
این میتواند به شما کمک کند حتی در مواجهه با شرایط چالش برانگیز احساس آرامش و تمرکز بیشتری داشته باشید. علاوه بر کاهش استرس، از خود هیپنوتیزم میتوان برای بهبود سلامت کلی ذهنی و عاطفی نیز استفاده کرد. با تمرین منظم خود هیپنوتیزم میتوانید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید، عزت نفس خود را افزایش دهید و دیدگاه مثبت‌تری نسبت به زندگی ایجاد کنید. این میتواند به شادی، رضایت بیشتر و موفقیت کلی در تمام زمینه‌های زندگی شما منجر شود. علاوه بر این، خود هیپنوتیزم میتواند ابزار ارزشمندی برای افزایش خلاقیت و توانایی‌های حل مسئله شما باشد. با دسترسی به ضمیر ناخودآگاه خود، میتوانید از خلاقیت و شهود ذاتی خود بهره ببرید و برای هر چالشی که ممکن است با آن روبرو شوید، راه حل‌های نوآورانه ای ارائه دهید. این میتواند به شما کمک کند خارج از چارچوب فکر کنید، ایده های جدیدی خلق کنید و از منظری تازه به مشکلات برخورد کنید. به طور کلی، خود هیپنوتیزمی یک تکنیک ساده و در عین حال قدرتمند است که میتونه به شما کمک کنه پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و به اهداف خود برسید. با استفاده از روش‌های آسان برای برقراری ارتباط با ناخودآگاه خود، می توانید بر باورهای محدود کننده غلبه کنید، استرس را کاهش دهید، رفاه ذهنی و عاطفی خود را بهبود بخشید و خلاقیت و توانایی‌های حل مسئله خود را افزایش دهید. گنجاندن خود هیپنوتیزم در روال روزانه شما می تواند منجر به تغییرات مثبت عمیق در زندگی شما شود و به شما کمک کند تا به پتانسیل کامل خود برسید. خود هیپنوتیزم چگونه کار می کند؟ خود هیپنوتیزم تکنیکی قدرتمند است که به افراد اجازه می دهد مستقیماً با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنند. با وارد شدن به حالت آرامش عمیق، ضمیر خودآگاه قادر است فیلترهای معمول خود را دور بزند و مستقیماً به ناخودآگاه دسترسی پیدا کند. این می تواند برای کسانی که به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود هستند بسیار مفید باشد، زیرا ناخودآگاه جایی است که باورها، عادات و احساسات ذخیره می شود. یکی از راه‌های کلیدی که خود هیپنوتیزم کار می کند، قدرت تلقین است. در حالت هیپنوتیزم، ضمیر ناخودآگاه برای پذیرش عقاید و باورهای جدید بازتر است. با تکرار جملات تأکیدی مثبت یا تجسم نتایج مطلوب، افراد می توانند به طور مؤثر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی مجدد کنند تا با اهداف و خواسته های خود هماهنگ شوند. این می تواند منجر به افزایش اعتماد به نفس، انگیزه و رفاه کلی شود. یکی دیگر از جنبه های مهم نحوه عملکرد خود هیپنوتیزم استفاده از تصویرسازی و تجسم است. ضمیر ناخودآگاه به شدت به تصویرسازی ذهنی پاسخ می دهد. به همین دلیل است تکنیک‌های تجسم اغلب در هیپنوتیزم استفاده می‌شود. با ایجاد تصاویر ذهنی واضح از نتایج مورد نظر، افراد می‌توانند به طور مؤثر اهداف و خواسته‌های خود را به ناخودآگاه منتقل کنند و این احتمال را بیشتر می‌کند که این نتایج در واقعیت ظاهر شوند. خود هیپنوتیزم با کمک به افراد برای دسترسی به سطوح عمیق‌تر ضمیر ناخودآگاه خود نیز کار می‌کند. با آرام کردن ذهن خودآگاه و وارد شدن به یک حالت آرامش عمیق، افراد می توانند از منابع عظیم ناخودآگاه خود بهره ببرند. این می تواند منجر به افزایش خلاقیت، شهود و توانایی های حل مسئله و همچنین احساس آرامش و وضوح درونی بیشتری شود. به طور کلی، خود هیپنوتیزم ابزاری قدرتمند برای باز کردن قفل ضمیر ناخودآگاه و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی است. با استفاده از تکنیک‌های آسان مانند پیشنهاد، تجسم و آرامش، افراد می‌توانند به طور مؤثر با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنند و از قدرت آن برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود استفاده کنند. خواه به دنبال بهبود اعتماد به نفس خود، ترک عادت‌های بد یا افزایش رفاه کلی خود باشید، خود هیپنوتیزم می تواند ابزار ارزشمندی برای رشد و تحول شخصی باشد. فصل 2، آمادگی برای خود هیپنوتیزم. ایجاد یک محیط آرامش بخش.
ایجاد یک محیط آرامش بخش برای تمرین خود، هیپنوتیزم و باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه شما کلیدی است. با فراهم کردن زمینه برای آرامش، می توانید فضایی امن و راحت برای ذهن خود ایجاد کنید تا فرصتها و پیشنهادات جدید را باز کند. در اینجا چند نکته برای ایجاد یک محیط آرامش بخش برای تمرین خود هیپنوتیزمی آورده شده است. اول از همه، فضایی آرام و آرام پیدا کنید که بتوانید در آن تنها باشید و از هواسپرتی ها رها شوید. این می تواند یک گوشه دنج از خانه شما، یک نقطه خلوت در طبیعت یا حتی فقط یک اتاق آرام با در بسته باشد. اطمینان حاصل کنید که فضا تمیز و عاری از شلوغی است، زیرا یک محیط مرتب میتواند به ایجاد حس آرامش و آرامش کمک کند. سپس با موسیقی یا صداهای آرام بخش حال و هوا را تنظیم کنید. بسیاری از مردم متوجه میشوند که موسیقی ملایم ساز، صداهای طبیعت یا نویز سفید میتواند به آنها کمک کند تا در جلسات خود هیپنوتیزم آرام شوند و ذهن خود را متمرکز کنند. انواع مختلف موسیقی یا صداها را آزمایش کنید تا بهترین گزینه را پیدا کنید. آروماتراپی را در برنامه آرامش خود بگنجانید. روغن‌های ضروری مانند استوخدوس، بابونه و اکالیپتوس به خاطر خواص آرام بخش و کاهش استرسشان شناخته می شوند. می توانید این روغن‌ها را در دیفیوزر پخش کنید، آنها را روی پوستتان بمالید یا حتی چند قطره از آن را به یک حمام گرم اضافه کنید تا فضایی آرامش بخش ایجاد کنید. برای تمرین خود هیپنوتیزمی خود، یک موقعیت نشستن یا دراز کشیدن راحت ایجاد کنید. چه ترجیح می دهید؟ روی صندلی بنشینید، روی تخت دراز بکشید یا حتی روی یک بانو دراز بکشید؟ مطمئن شوید که از نظر فیزیکی راحت هستید تا بدن شما بتونه به طور کامل استراحت کنه. از بالش، پتو یا کوسن برای حمایت از بدن خود استفاده کنید و به شما کمک کنه تا در موقعیتی راحت قرار بگیرید. در نهایت، نورها را کم کنید یا از نور ملایم برای ایجاد فضایی دنج و آرام استفاده کنید. نورهای شدید بالای سر می توانند حواستان را پرت کنند و خسته کننده باشند، بنابراین منابع نوری ملایمتر و گرمتر مانند لامپ ها یا شمع ها را انتخاب کنید. با ایجاد یک محیط آرامش بخش برای تمرین خود هیپنوتیزم، می توانید توانایی خود را برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود افزایش دهید و پتانسیل کامل آن را باز کنید. تنظیم مقاصد. وقتی صحبت از خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار به میان می آید، تعیین مقاصد یک تمرین قدرتمند است. با تعیین مقاصد واضح و مشخص، به ضمیر ناخودآگاه خود جهت روشنی برای دنبال کردن می دهید. این می تواند به شما کمک کند تا به طور مؤثرتر و کارآمدتر به اهداف خود برسید. هنگام تعیین مقاصد، مهم است که مثبت و تایید کننده باشید. به جای گفتن نمی خواهم استرس داشته باشم، سعی کنید بگویید آرام و ریلکس هستم. این قاب بندی مثبت می تواند به ضمیر ناخودآگاه شما کمک کند تا به جای آنچه که نمی خواهید، روی آنچه می خواهید تمرکز کند. یکی از راه‌های مؤثر برای تعیین مقاصد نوشتن آنهاست. با نوشتن فیزیکی اهداف خود، آنها را در ذهن خود مستحکم می‌کنید و آنها را واقعی‌تر می‌کنید. همچنین می‌توانید یک تابلوی دید یا تمرین تجسم ایجاد کنید تا به تقویت نیت خود از نظر بصری کمک کند. این می‌تواند به شما کمک کند روی اهداف خود متمرکز و با انگیزه بمانید. یکی دیگر از جنبه‌های مهم در تنظیم مقاصد دقیق و جزئی بودن است. به جای گفتن من می‌خوام وزن کم کنم، سعی کنید بگید من سالم هستم و با وزن ایده‌آل خود، یعنی 150 پوند، تناسب اندام دارم. هرچه بتوانید اهداف خود را دقیق‌تر و دقیق‌تر نشان دهید، ضمیر ناخودآگاه شما بیشتر می‌تواند در جهت آشکار ساختن آنها در واقعیت کار کند. همچنین تعیین اهدافی که واقع بینانه و قابل دستیابی هستند نیز مهم است. در حالی که خوب است که رویاهای بزرگ داشته باشید، اهدافی که خیلی دور از ذهن هستند میتواند منجر به ناامیدی و سرخوردگی شود. از کارهای کوچک شروع کنید و به تدریج به اهداف بزرگتر برسید.
این به تقویت اعتماد به نفس و باور شما در مورد قدرت خود، هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار کمک می کند. به طور کلی، تعیین مقاصد یک جزء کلیدی برای باز کردن قدرت ناخودآگاه شما از طریق خود، هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار است. با مثبت بودن، مشخص بودن و واقع بین بودن با نیات خود، می توانید از پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنید و به راحتی به اهداف خود برسید. به طور منظم هدف گذاری را تمرین کنید و ببینید که رویاهای شما به واقعیت تبدیل می شوند. رهاسازی افکار منفی. یکی از جنبه‌های کلیدی تسلط بر خود، هیپنوتیزم، این است که چگونه افکار منفی را از ضمیر ناخودآگاه خود رها کنید. افکار منفی می توانند تأثیر قدرتمندی بر زندگی روزمره شما داشته باشند و بر خلق و خوی، رفتار و بهزیستی کلی شما تأثیر بگذارند. با یادگیری چگونگی رهاسازی مؤثر افکار منفی، می توانید از قدرت واقعی ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید و پتانسیل کامل خود را باز کنید. یکی از روش‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و رهاسازی افکار منفی، استفاده از جملات تأکیدی است. جملات تأکیدی جملات مثبتی هستند که به طور مرتب با خود تکرار می‌کنید تا به برنامه‌ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه خود کمک کنید. با جایگزینی افکار منفی با جملات تأکیدی مثبت، می توانید ذهنیت مثبت‌تری ایجاد کنید و تجربیات مثبت بیشتری را به زندگی خود جذب کنید. یکی دیگر از راه‌های مؤثر برای رهاسازی افکار منفی، تجسم است. تجسم شامل ایجاد تصاویر ذهنی از خودتون است که به اهداف خود دست می‌یابید و زندگی مورد نظر خود را انجام می‌دهید. با تجسم نتایج مثبت و تمرکز بر آنچه می‌خواهید به دست آورید، می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را آموزش دهید تا افکار و باورهای منفی را که مانع شما می شوند کنار بگذارد. علاوه بر تأکیدات و تجسم، تمرین ذهن آگاهی نیز می تواند به شما کمک کند. افکار منفی را رها کنید و با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید. ذهن آگاهی شامل حضور در لحظه و مشاهده افکار خود بدون قضاوت است. با تمرین منظم ذهن آگاهی می توانید از الگوهای افکار منفی آگاهی بیشتری پیدا کنید و یاد بگیرید که چگونه آنها را رها کنید و به شما این امکان را می دهد که به قدرت ضمیر ناخودآگاه خود راحت‌تر دسترسی پیدا کنید. به طور کلی با تسلط بر هنر رهاسازی افکار منفی می توانید از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنید و با سهولت بیشتری به اهداف خود برسید. با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تأکیدات، تجسم و ذهن آگاهی، می توانید ذهنیت مثبت‌تری ایجاد کنید، تجربیات مثبت بیشتری را به زندگی خود جذب کنید و پتانسیل واقعی خود را از طریق تمرین خود، هیپنوتیزم و پیشنهاد خود کار باز کنید. فصل 3: تکنیک‌های اساسی خود هیپنوتیزم. آرامش پیشرونده عزلانی. آرامسازی پیشرونده عزلانی یک تکنیک قدرتمند است که میتونه به شما کمک کنه به ضمیر ناخودآگاه خود دسترسی پیدا کنید و پتانسیل واقعی اون رو باز کنید. این روش شامل تنش و شل کردن سیستماتیک گروه‌های ماهیچ‌های مختلف در بدن برای رهایی از تنش و رسیدن به حالت آرامش عمیق است. با تمرین منظم آرامسازی عضلات پیشرونده، می توانید ذهن خود را برای رها کردن استرس و احساسات منفی آموزش دهید و به شما این امکان را می دهد که عمیق‌تر با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید. برای شروع تمرین آرامسازی پیشرونده عضلانی، مکانی آرام و راحت پیدا کنید که بتونید بدون هیچ گونه مزاحمتی بنشینید یا دراز بکشید. چشمان خود را ببندید و چند نفس عمیق بکشید تا خود را متمرکز کرده و برای تمرین آماده شوید. با تمرکز روی انگشتان پا شروع کنید قبل از اینکه تنش را از بین ببرید و اجازه دهید کاملا آرام شوند. آنها را برای چند ثانیه محکم بچرخانید. به سمت پاها، ساق پا، رانها و غیره حرکت کنید و از طریق هر گروه عضلانی بدن به سمت بالا حرکت کنید. همانطور که تمرین آرامسازی پیشرونده عضلانی را ادامه می دهید، به هر احساس یا احساسی که در هر گروه عضلانی ایجاد می شود توجه کنید.
توجه کنید که بدن شما به تنش و رها شدن چگونه واکنش نشون می‌دهد و به خود اجازه دهید تا آرامشی را که در پی خواهد آمد به طور کامل تجربه کنید. با آوردن آگاهی به هر قسمت از بدن خود، می توانید ارتباط خود را با ضمیر ناخودآگاه خود عمیق‌تر کنید و به منابع پنهان آن دسترسی پیدا کنید. آرام سازی پیشرونده عزلانی یک تکنیک ساده و در عین حال مؤثر است که می تواند به راحتی در برنامه روزانه شما ادغام شود. چه قبل از خواب آن را تمرین کنید تا به آرام شدن و آماده شدن برای خواب کمک کنید، چه در هنگام استراحت در محل کار برای کاهش استرس و تنش، این روش می تواند ابزار ارزشمندی برای باز کردن نیروی ناخودآگاه شما باشد. با تبدیل کردن آرامسازی پیشرونده عضلانی به یک تمرین منظم، می توانید حس عمیق‌تری از خودآگاهی را در خود پرورش دهید و از پتانسیل نامحدود ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید. در نتیجه آرامسازی پیشرونده عضلانی یک تکنیک ارزشمند برای هر کسی است که به خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار علاقه دارد. با استفاده از این روش برای رهایی از تنش و ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود، می توانید منابع پنهان را باز کنید و به سطوح بیشتری از رشد و تحول شخصی دست یابید. با تمرین و فداکاری منظم، آرامش عضلانی پیشرونده می تواند به ابزاری قدرتمند برای دستیابی به نیروی ناخودآگاه شما و آشکارسازی عمیق‌ترین خواسته های شما تبدیل شود. تجسم. تجسم ابزار قدرتمندی است که می تواند به شما کمک کند پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. با ایجاد تصاویر ذهنی واضح از اهداف و خواسته های خود، می توانید مستقیما با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و راه را برای تغییرات مثبت در زندگی خود هموار کنید. تجسم یکی از اجزای کلیدی خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار است، زیرا به شما امکان می دهد از قدرت بی حد و حصر ذهن خود بهره ببرید و عمیق ترین خواسته های خود را آشکار کنید. هنگام تمرین تجسم مهم است که یک تصویر ذهنی واضح و دقیق از آنچه می خواهید به دست آورید ایجاد کنید. خواه هدف خاصی باشد، مانند رسیدن به شغل رویاییتان، یا یک میل عمومی، مانند احساس اعتماد به نفس و اطمینان بیشتر، هرچه تجسم شما دقیق‌تر و واضح‌تر باشد، تأثیرگذارتر خواهد بود. با درگیر کردن تمام حواس خود در فرایند تجسم، میتونید تجربه را تا حد امکان واقعی و ملموس کنید و ضمیر ناخودآگاه خود را فریب دهید تا باور کند که اهداف شما قبلاً محقق شده‌اند. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای گنجاندن تجسم در برنامه روزانه‌تان از طریق تصویرسازی هدایت شده است. تصویرسازی هدایت شده شامل گوش دادن به ضبط یا دنبال کردن متنی است که شما را از طریق مجموعی از تجسم‌هایی که برای کمک به شما در دستیابی به اهدافتان طراحی شدند، راهنمایی می‌کند. با اوتور شدن در این تجسم‌های هدایت شده، می توانید ذهن خودآگاه خود را دور زده و مستقیماً با ناخودآگاه خود صحبت کنید و بذرهای تغییر و تحول مثبت را بکارید. یکی دیگر از تکنیک‌های تجسم مؤثر ایجاد یک تابلوی دید است. تابلوی چشم‌انداز نمایشی فیزیکی از اهداف و خواسته‌های شما است که از تصاویر، کلمات و نمادهایی تشکیل شده است که در سطح عمیقی با شما تنین انداز می‌شود. با احاطه کردن خود با این یادآورهای بصری از آنچه می‌خواهید به دست آورید، می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را متمرکز و همسو با اهداف خود نگه دارید و به شما امکان می دهد رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. در نتیجه، تجسم ابزار قدرتمندی است که می تواند به شما کمک کند پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. با ایجاد تصاویر ذهنی واضح و دقیق از اهداف و خواسته های خود، درگیر کردن تمام حواس خود در فرایند تجسم و گنجاندن تصاویر هدایت شده و تابلوهای بینایی در برنامه روزانه خود، می توانید مستقیما با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و تغییرات مثبتی را در زندگی خود آشکار کنید. با تمرین و فداکاری، می توانید از قدرت تجسم برای باز کردن قفل ضمیر ناخودآگاه خود و رسیدن به عمیق‌ترین خواسته های خود استفاده کنید. تصدیقات. جا
جملات تأکیدی ابزار قدرتمندی هستند که میتونن به شما کمک کنند تا با ضمیر ناخودآگاه خود به شیوه مثبت و مؤثر ارتباط برقرار کنید. با استفاده منظم از جملات تأکیدی می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را مجدداً برنامه ریزی کنید تا در راستای اهداف و خواسته های آگاهانه خود کار کند. جملات تأکیدی جملات ساده‌ای هستند که شما به طور مداوم با خود تکرار می کنید و قصد دارید تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید. هنگام استفاده از جملات تأکیدی مهم است که عباراتی را انتخاب کنید که مثبت، زمان حال و خاص باشند. به عنوان مثال، به جای گفتن من موفق خواهم شد، میتونید بگویید من در تمام کارهایی که انجام میدهم موفق و مطمئن هستم. با بیان جملات تأکیدی خود به این شکل به ضمیر ناخودآگاه خود دقیقاً میگویید که میخواهید به چه چیزی برسید و این باورها را در سطح عمیقی تقویت میکنید. یکی از مزایای کلیدی استفاده از جملات تأکیدی این است که می توانند به شما در غلبه بر باورهای محدود کننده و الگوهای افکار منفی کمک کنند. با تکرار جملات مثبت به طور منظم برای خود، می توانید به تدریج برنامه های قدیمی و منفی را با باورهای مثبت جدید جایگزین کنید. این می تواند به شما در ایجاد اعتماد به نفس، افزایش انگیزه و جذب فراوانی و موفقیت بیشتر در زندگی شما کمک کند. برای اینکه بیشترین بهره را از جملات تأکیدی خود ببرید، مهم است که آنها را به طور مداوم و با نیت تمرین کنید. هر روز زمانی را به تکرار جملات تأکیدی خود اختصاص دهید، به طور ایده‌آل اول صبح یا درست قبل از خواب. همچنین می توانید جملات تأکیدی خود را بنویسید و آنها را در مکانهای برجسته‌ای قرار دهید که اغلب آنها را می بینید، مانند روی آینه حمام یا روی میز کار خود. در پایان، تأکیدات یک تکنیک ساده و در عین حال قدرتمند برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه شما و استفاده از قدرت آن برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شما است. با استفاده منظم و با نیت از جملات تأکیدی می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را مجدداً برنامه ریزی کنید، بر باورهای محدود کننده غلبه کنید و فراوانی و موفقیت بیشتری را وارد زندگی خود کنید. از همین امروز جملات تأکیدی را در برنامه روزانه خود وارد کنید و پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. فصل 4 روش‌های پیشرفته خود هیپنوتیزم تکنیک های لنگر انداختن در دنیای خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار تسلط بر تکنیک های لنگر انداختن می تواند ابزار قدرتمندی برای باز کردن قدرت ناخودآگاه شما باشد. لنگر انداختن روشی است که برای ایجاد ارتباط بین یک محرک خاص و یک حالت ذهنی یا هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از تکنیک های لنگر انداختن می توانید به راحتی به ضمیر ناخودآگاه خود دسترسی داشته باشید و با آن ارتباط برقرار کنید تا به اهداف خود برسید و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید. یکی از تکنیک های مؤثر لنگر انداختن استفاده از لمس فیزیکی است. با مرتبط کردن یک تماس خاص با یک وضعیت احساسی یا هدف دلخواه میتونید یک لنگر قدرتمند ایجاد کنید که به شما امکان میده هر زمان که نیاز دارید به اون حالت دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال میتوانید از یک لمس ساده روی مچ دست خود برای تثبیت احساس اعتماد به نفس و قدرت استفاده کنید. با استفاده مداوم از این لمس هر زمانی که میخواهید به اون احساسات دسترسی پیدا کنید، میتونید ارتباط بین لمس و حالت مورد نظر را تقویت کنید. یکی دیگر از تکنیک‌های لنگر برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه استفاده از تجسم است. با ایجاد یک تصویر ذهنی یا نمادی که حالت دلخواه شما را نشون می‌دهد، میتونید اون حالت را در ذهن خود تثبیت کنید و هر زمانی که نیاز داشتید به اون دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، می توانید یک توپ نورانی درخشان را تجسم کنید که نشان دهنده احساس آرامش و آرامش است. با تمرکز بر روی این تصویر و تداعی آن با اون احساسات، می توانید به راحتی هر زمان که نیاز داشته باشید به حالت آرامش و آرامش دسترسی پیدا کنید. از تکنیک های تنفس نیز می توان به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه استفاده کرد.
با کشیدن نفس‌های عمیق و آهسته و تمرکز بر ریتم تنفس خود، می توانید حالت آرامش و تمرکز را حفظ کنید. با استفاده مداوم از این تکنیک تنفسی هر زمان که می خواهید به یک حالت ذهنی آرام و متمرکز دسترسی داشته باشید، می توانید ارتباط بین تنفس خود و حالت مطلوب را تقویت کنید. علاوه بر لمس فیزیکی، تجسم و تکنیک‌های تنفس، لنگرهای شنوایی نیز می توانند ابزار قدرتمندی برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه باشند. با مرتبط کردن یک صدا یا عبارت خاص با یک حالت دلخواه، می توانید یک لنگر قدرتمند ایجاد کنید که به شما امکان می ده هر زمانی که نیاز دارید به اون حالت دسترسی داشته باشید. برای مثال، می توانید از یک آهنگ مورد علاقه یا تایید مثبت به عنوان لنگر شنیداری برای احساس انگیزه و توانمندی استفاده کنید. در پایان، تکنیک‌های لنگر انداختن یک راه آسان و مؤثر برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه شما و باز کردن پتانسیل پنهان شما هستند. با استفاده از لمس فیزیکی، تجسم، تنفس و لنگرهای شنوایی، می توانید ارتباطات قدرتمندی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد هر زمانی که نیاز دارید به حالات ذهنی و احساسات دلخواه خود دسترسی پیدا کنید. با تمرین و ثبات، تکنیک‌های لنگر انداختن می تواند به ابزاری ارزشمند برای دستیابی به اهداف و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شما از طریق خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار تبدیل شود. رگرسیون درمانی. رگرسیون درمانی ابزاری قدرتمند برای باز کردن قفل ضمیر ناخودآگاه و دسترسی به خاطرات گذشته است که ممکن است بر رفتارها و باورهای فعلی تأثیر بگذارد. با استفاده از تکنیک‌های خود هیپنوتیزم، افراد می توانند به ناخودآگاه خود ضربه بزنند و خاطرات و تجربیاتی از گذشته خود را که ممکن است مانع از زندگی فعلیشان شود، کشف کنند. این می تواند به ویژه برای کسانی که با فوبیا، استراب یا مسائل عاطفی حل نشده دست و پنجه نرم می کنند، مفید باشد. یکی از مزایای کلیدی رگرسیون درمانی این است که به افراد اجازه می دهد تا احساسات و باورهای منفی را که ممکن است در اعماق ضمیر ناخودآگاه مدفون شدند، کشف و رها کنند. با مرور مجدد تجربیات گذشته و پردازش احساسات مرتبط، افراد می توانند خود را از چنگال این الگوهای منفی رها کرده و باورها و رفتارهای مثبت و جدیدی ایجاد کنند. این می تواند به بهبودی عمیق و تحول در سطح ذهنی و احساسی منجر شود. در طول یک جلسه رگرسیون درمانی، افراد به یک حالت آرامش عمیق هدایت می شوند و سپس به آرامی به عقب هدایت می شوند تا خاطرات یا رویدادهای خاص گذشته خود را کشف کنند. از طریق فرایند رگرسیون، افراد می توانند بینش‌هایی را در مورد علل ریشه‌ای چالش‌های فعلی خود به دست آورند و شروع به درک چگونگی شکل دادن این تجربیات گذشته به باورها و رفتارهای آنها کنند. این افزایش آگاهی می تواند به افراد کمک کند تا تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنند و از الگوهای خود محدود کننده رهایی یابند. تکنیک‌های خود هیپنوتیزم می تواند به ویژه برای انجام رگرسیون درمانی بر روی خود مؤثر باشد. با یادگیری نحوه القای حالت هیپنوتیزم و برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، افراد می توانند خود را از طریق خاطرات و تجربیات گذشته به روشی ایمن و کنترل شده راهنمایی کنند. این می تواند ابزار قدرتمندی برای خودشناسی و رشد شخصی باشد و به افراد این امکان را می دهد تا با درون خود ارتباط برقرار کنند و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنند. در نتیجه، رگرسیون درمانی ابزار ارزشمندی برای باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه و پرداختن به مسائل و باورهای عاطفی عمیق است. با استفاده از تکنیک‌های خود هیپنوتیزم، افراد می توانند خاطرات و تجربیات گذشته را به شیوهای ایمن و کنترل شده کشف کنند که منجر به خودآگاهی و رشد شخصی بیشتر می شود. چه به دنبال غلبه بر فوبیا، بهبود آسیب‌های گذشته یا به سادگی درک بهتری از خود باشید، رگرسیون درمانی می تواند ابزاری قدرتمند برای تحول و بهبودی باشد. قدم زدن در آینده. قدم زدن در آینده یک تکنیک قدرتمند است که در خود هیپنوتیزم برای کمک به افراد برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود و
و تعیین اهداف برای آینده استفاده می شود. با تصور نتایج دلخواه خود و ایجاد تصویری ذهنی از خود در حال دستیابی به آن اهداف، به طور مؤثر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی می کنید تا در جهت تحقق این رویاها کار کند. این تکنیک به ویژه برای کسانی که در بخش‌های خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار هستند که به دنبال مهار قدرت ضمیر ناخودآگاه خود برای بروز تغییرات مثبت در زندگی خود هستند، مفید است. هنگام تمرین قدم زدن در آینده، مهم است که یک تصویر ذهنی روشن و واضح از آنچه می‌خواهید به دست آورید ایجاد کنید. خواه این یک هدف خاص مانند ترک سیگار یا کاهش وزن باشد یا میل عمومی‌تر برای موفقیت و شادی، نکته کلیدی این است که تجسم را تا حد امکان دقیق و واقعی کنید. با درگیر کردن تمام حواس خود در این تجسم، پیامی قوی به ضمیر ناخودآگاه خود ارسال می‌کنید که این نتیجه مطلوب مهم و قابل دستیابی است. یکی از مزایای قدم زدن در آینده این است که به افراد کمک می‌کند روی اهداف خود متمرکز بمانند و نگرش مثبتی نسبت به دستیابی به آنها حفظ کنند. با تجسم منظم خود در حال موفقیت و تجربه مزایای رسیدن به اهدافتان، این احساس را در مورد توانایی خود در تحقق این رویاها تقویت می‌کنید. این طرز فکر مثبت میتونه به شما کمک کنه تا بر هر مانع یا شکستی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود غلبه کنید و انگیزه شما را برای ادامه حرکت به جلو حفظ کنه. یکی دیگر از جنبه‌های مهم قدم زدن در آینده، استفاده از جملات تأکیدی و خودگویی مثبت برای تقویت اهداف و خواسته‌های خود است. با تکرار جملات تأکیدی مرتبط با نتایج مورد نظر خود، ضمیر ناخودآگاه خود را بیشتر برنامه ریزی می کنید تا در جهت تحقق این رویاها کار کند. این می تواند به ویژه برای کسانی که در بخش‌های خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار هستند که به دنبال استفاده از قدرت افکار و باورهای خود برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود هستند، مفید باشد. در نتیجه، قدم زدن در آینده یک تکنیک ارزشمند برای کسانی است که به دنبال باز کردن قدرت ناخودآگاه خود و برقراری ارتباط با درون خود هستند. با تجسم نتایج مورد نظر خود، استفاده از جملات تأکیدی و حفظ نگرش مثبت نسبت به اهداف خود، می توانید از قدرت ذهن خود برای ایجاد زندگی مورد نظر خود استفاده کنید. خواه به دنبال بهبود سلامتی خود، رسیدن به موفقیت در حرفه خود یا یافتن خوشبختی و رضایت باشید، قدم زدن در آینده می تواند به شما کمک کند کنترل سرنوشت خود را در دست بگیرید و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید. فصل 5، تقویت خود هیپنوتیزم با پیشنهاد خودکار. درک پیشنهاد خودکار یک مفهوم قدرتمند است که پایه و اساس خود هیپنوتیزم را تشکیل می دهد. این فرایند تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه از طریق افکار و تأکیدات مکرر است. با درک نحوه عملکرد پیشنهاد خودکار، می توانید از قدرت ناخودآگاه خود استفاده کنید و تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنید. پیشنهاد خودکار یک تکنیک ساده و در عین حال مؤثر است که به شما امکان می ده با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و باورها و رفتارهای خود را دوباره برنامه ریزی کنید. وقتی پیشنهاد خودکار را تمرین می کنید، اساساً در ضمیر ناخودآگاه خود دانه می کارید. این دانه ها رشد می کنند و از طریق افکار، کلمات و اعمال شما به واقعیت تبدیل می شوند. با تکرار مداوم جملات تأکیدی و تجسمهای مثبت، می توانید واقعیت جدیدی برای خود ایجاد کنید. پیشنهاد خودکار قوه انتقادی ضمیر خودآگاه را دور می‌زند و مستقیماً بر ضمیر ناخودآگاه تأثیر می‌گذارد و آن را به ابزاری قدرتمند برای تحول شخصی تبدیل می‌کند. کلید موفقیت در پیشنهاد خودکار تمرکز بر اظهارات و باورهای مثبت است. با جایگزینی افکار منفی با جملات تأکیدی مثبت، می‌توانید ضمیر ناخودآگاه خود را دوباره برنامه‌ریزی کنید و ذهنیت مثبت‌تری ایجاد کنید. به عنوان مثال، به جای گفتن من نمیتوانم این کار را انجام دهم، میتوانید اون را به عنوان من قادر به دستیابی به هر چیزی هستم که در ذهنم است، مجددا تعریف کنید. با تقویت مداوم باورهای مثبت،
می توانید بر باورهای خود محدود کننده غلبه کنید و به اهداف خود برسید. برای استفاده مؤثر از پیشنهاد خودکار، مهم است که به طور منظم و با قصد تمرین کنید. هر روز زمانی را برای تمرکز بر تاکیدات و تجسمات خود اختصاص دهید. محیطی آرام و آرام ایجاد کنید که بتوانید به طور کامل در این فرایند غوطه ور شوید. با متعهد شدن به یک تمرین مداوم، می توانید ارتباط بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خود را تقویت کنید و قدرت پیشنهاد خودکار را به حد اکثر برسانید. در نتیجه، پیشنهاد خودکار ابزار ارزشمندی برای باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه شما است. با درک نحوه برقراری ارتباط مؤثر با ناخودآگاه خود از طریق تصدیقات و تجسم‌های مثبت، می توانید تغییری پایدار در زندگی خود ایجاد کنید. با گنجاندن پیشنهاد خودکار در تمرین خود هیپنوتیزم، می توانید از پتانسیل درونی خود بهره ببرید و به راحتی به اهداف خود برسید. استفاده از قدرت پیشنهاد خودکار را از امروز شروع کنید و ببینید که زندگی شما در مقابل چشمانتان تغییر می کند. ترکیب پیشنهاد خودکار با خود هیپنوتیزم. ترکیب پیشنهاد خودکار با خود هیپنوتیزم می تواند توانایی شما را در برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود و دستیابی به نتایج دلخواه خود به میزان زیادی افزایش دهد. پیشنهاد خودکار ابزار قدرتمندی است که شامل تکرار جملات تأکیدی یا جملات مثبت برای خود به منظور برنامه‌ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه شماست. هنگامی که با خود هیپنوتیزم ترکیب می شود که حالتی از آرامش متمرکز است، در آن ذهن شما بیشتر پذیرای پیشنهادات است. این دو تکنیک می توانند به طور هم افزایی برای ایجاد تغییر پایدار عمل کنند. برای ترکیب مؤثر پیشنهاد خودکار با خود هیپنوتیزم، با انتخاب یک تایید مثبت که با اهداف یا خواسته های شما تنین انداز می شود، شروع کنید. این تایید باید کوتاه، واضح و در زمان حال باشد تا به ضمیر ناخودآگاه شما کمک کند آن را درست بپذیرد. هنگامی که تایید خود را دریافت کردید، از آن به عنوان نقطه کانونی جلسه خود هیپنوتیزم استفاده کنید. همانطور که وارد یک حالت آرام می شوید، این تأکید را با اعتقاد و اعتقاد برای خود تکرار کنید و اجازه دهید در ضمیر ناخودآگاه شما فرو برود. در طول جلسه خود هیپنوتیزم، خود را در حال دستیابی به نتیجه دلخواه تجسم کنید و در عین حال تأکید انتخابی خود را تکرار کنید. این به ایجاد ارتباط قوی بین تایید و نتیجه مطلوب در ضمیر ناخودآگاه شما کمک می کند. با درگیر کردن ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خود در این فرایند، می توانید به طور مؤثر باورها و رفتارهای خود را برنامه ریزی مجدد کنید تا با اهداف خود هماهنگ شوند. تمرین ترکیب پیشنهاد خودکار با خود هیپنوتیزم به طور منظم برای تقویت باورها و رفتارهای جدیدی که سعی در ایجاد آن دارید، مهم است. زمانی که نوبت به برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و ایجاد تغییرات پایدار میرسد، ثبات کلیدی است. هر روز زمانی را به شرکت در جلسات خود هیپنوتیزم اختصاص دهید که جملات تأکیدی انتخابی شما را در بر میگیرد و در حین تلاش برای رسیدن به اهداف خود با خود صبور باشید. در پایان، ترکیب پیشنهاد خودکار با خود هیپنوتیزم یک تکنیک قدرتمند برای باز کردن قدرت ناخودآگاه شما و دستیابی به نتایج دلخواه است. با استفاده از تکنیک‌های تأکیدی مثبت و تجسم در جلسات خود هیپنوتیزم، می توانید به طور مؤثر با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و باورها و رفتارهای خود را برنامه‌ریزی مجدد کنید. با تمرین و ثبات می توانید از پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود برای ایجاد زندگی مورد نظر خود استفاده کنید. ایجاد جملات تأکیدی شخصی. ایجاد جملات تأکیدی شخصی ابزاری قدرتمند برای باز کردن پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه شماست. با ایجاد جملات تأکیدی که مستقیماً با اهداف، خواسته ها و باورهای شما صحبت می کند، می توانید به طور مؤثر ذهن خود را برای موفقیت و توانمندسازی برنامه ریزی کنید. این فصل فرعی شما را در فرایند ایجاد جملات تأکیدی شخصی راهنمایی می کند که در ذهن ناخودآگاه شما تنین انداز می شود و به شما کمک می کند به نتایج دلخواه خود برسید.
اولین قدم در ایجاد جملات تأکیدی شخصی، شناسایی اهداف و خواسته های خاص خود است. کمی وقت بذارید و در مورد آنچه واقعا میخواهید در زندگی خود به دست آورید فکر کنید، خواه اعتماد به نفس بهتر، سلامتی بهتر یا فراوانی مالی باشد. هنگامی که درک روشنی از اهداف خود دارید، می توانید شروع به ساختن جملات تأکیدی کنید که با این اهداف هماهنگ باشد. به خاطر داشته باشید که جملات تأکیدی خود را مثبت، زمان حال و مختص اهداف خود نگه دارید تا اثر بخشی آنها را به حد اکثر برسانید. در مرحله بعد، باورها و ارزش‌هایی را که برای شما مهم هستند در نظر بگیرید. ضمیر ناخودآگاه شما عمیقاً تحت تأثیر باورهای اصلی شما قرار دارد، بنابراین ایجاد جملات تاییدی که با این باورها همسو باشد ضروری است. به عنوان مثال، اگر برای صداقت و صداقت ارزش قائل هستید، ممکن است جملات تأکیدی ایجاد کنید که منعکس کننده این ارزش ها باشد، مانند من در تمام کارهایی که انجام می دهم فردی با صداقت و صداقت هستم. با گنجاندن باورهای اصلی خود در تأکیدات خود، می توانید یک ارتباط قدرتمند با ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد کنید و عادات و رفتارهای مثبت را تقویت کنید. همانطور که شروع به ساختن جملات تأکیدی شخصی خود می کنید، مهم است که زبانی را انتخاب کنید که در سطح عمیقی با شما تنین انداز شود. از کلمات و عباراتی استفاده کنید که احساسات و تصاویر قوی را برمی انگیزد و احساس قدرت و اعتماد به نفس را القا می کند. به عنوان مثال، به جای گفتن من سعی می کنم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم، سعی کنید بگید من در هر جنبه ای از زندگیم اعتماد به نفس و اعتماد به نفس خود را ساطع می کنم. با استفاده از زبانی که شخصا با شما تنین انداز می کند، می توانید جملات تأکیدی ایجاد کنید که تأثیر عمیقی بر ضمیر ناخودآگاه شما دارد. در نهایت، به یاد داشته باشید که جملات تأکیدی شخصی خود را به طور مرتب تکرار کنید تا اثرات مثبت آنها را بر ضمیر ناخودآگاه خود تقویت کنید. آنها را در برنامه روزانه خود بگنجانید، چه از طریق مدیتیشن، تجسم یا صرفاً تکرار آنها در سکوت در طول روز. با تأیید مداوم اهداف، خواسته ها و باورهای خود، می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید و پتانسیل کامل خود را باز کنید. با تمرین و فداکاری، می توانید از قدرت جملات تأکیدی شخصی برای متحول کردن زندگی خود و رسیدن به عمیق‌ترین خواسته های خود استفاده کنید. فصل 6، غلبه بر چالش های رایج خود، هیپنوتیزمی. مقابله با عوامل حواس پرتی. در سفر تسلط بر خود، هیپنوتیزم و باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه خود، پرداختن به موضوع حواس پرتی ضروری است. حواس پرتی می تواند توانایی شما را برای برقراری ارتباط مؤثر با ضمیر ناخودآگاه خود و بهره برداری از پتانسیل عظیم آن را مختل کند. در این زیرفصل، استراتژی های عملی برای مقابله با حواس پرتی و حفظ تمرکز در جلسات خود، هیپنوتیزم را بررسی خواهیم کرد. اولین قدم در مقابله با حواس پرتی ایجاد یک محیط مساعد برای تمرین خود، هیپنوتیزمی است. فضایی آرام و راحت پیدا کنید که بتوانید در آن استراحت کنید و بدون وقفه تمرکز کنید. هر گونه حواس پرتی احتمالی مانند سر و صدا، درهم و برهمی یا وسایل الکترونیکی را که ممکن است تمرکز شما را مختل کند، حذف کنید. با ایجاد یک محیط آرام، می توانید توانایی خود را برای ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود افزایش دهید و تجربه خود، هیپنوتیزم را عمیق‌تر کنید. یکی دیگر از تکنیک‌های مؤثر برای مقابله با حواس پرتی، تعیین مقاصد و اهداف خاص برای جلسات خود، هیپنوتیزمی است. با تعریف واضح آنچه می خواهید به دست آورید و تمرکز بر نتایج دلخواه خود، می توانید ذهن خود را برای ماندن در مسیر و مقاومت در برابر عوامل حواس پرتی آموزش دهید. قبل از هر جلسه اهداف خود را یادداشت کنید و نتیجه موفقیت آمیزی را که برای رسیدن به آن تلاش می کنید تجسم کنید. این به شما کمک می کند تا در طول تمرین خود، هیپنوتیزم انگیزه خود را حفظ کنید و حس هدفمندی خود را حفظ کنید. همچنین تمرین ذهن آگاهی و آگاهی در طول جلسات خود، هوتنوسیس، بسیار مهم است.
در لحظه حضور داشته باشید و هر گونه حواس پرتی را که به وجود می آیند بدون اینکه درگیر آنها شوید مشاهده کنید. عوامل حواس پرتی را بپذیرید، اما به آرامی تمرکز خود را به اهداف و تاکیدات مورد نظر خود هدایت کنید. با پرورش حس تمرکز حواس، می توانید ذهن خود را طوری آموزش دهید که حتی در مواجهه با حواس پرتی های بیرونی متمرکز و متمرکز بماند. علاوه بر این، ترکیب تکنیک های تمدد اعصاب مانند تنفس عمیق، آرامسازی، پیشرونده ازلانی یا تجسم می تواند به شما کمک کند در جلسات خود هیپنوتیزم آرام و متمرکز بمانید. این تکنیک ها می توانند به شما کمک کنند تنش را رها کنید، ذهن خود را آرام کنید و وارد یک حالت آرامش عمیق شوید که در اون حواس پرتی ها کمتر تداخل دارند. با گنجاندن تمرین های آرامسازی در روال خود هیپنوتیزم، می توانید توانایی خود را برای ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود و دسترسی به قدرت تغییر دهنده آن افزایش دهید. با اجرای این استراتژی ها برای مقابله با حواس پرتی ها، می توانید اثر بخشی تمرین خود هیپنوتیزم را افزایش دهید و پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. به یاد داشته باشید که تسلط بر خود هیپنوتیزم سفری است که نیاز به صبر، تمرین و فداکاری دارد. با پرورش یک ذهنیت متمرکز و منظم، می توانید از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود برای رسیدن به اهداف خود، غلبه بر موانع و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی خود استفاده کنید. هندلینگ مقاومت. یکی از رایج‌ترین چالش‌هایی که افراد هنگام تلاش برای مهار قدرت خود هیپنوتیزم با آن مواجه می‌شوند، مقاومت است. این مقاومت می‌تواند به اشکال مختلف ظاهر شود. خواه شک، ترس یا صرفاً عدم اعتقاد به توانایی فرد در برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که مقاومت بخشی طبیعی از فرایند است و در واقع میتوند نشانه‌ای باشد که شما در مسیر درستی قرار دارید. هنگام مواجهه با مقاومت در طول جلسه خود هیپنوتیزم، مهم است که آرام و صبور باشید. به جای تلاش برای عبور زور از مقاومت، لحظه‌ای وقت بگذارید و اون را تصدیق کنید و کشف کنید که ممکن است از کجا آمده باشد. اغلب مقاومت صرفاً نشانه ای از وجود باورها یا احساسات زیربنایی است که باید قبل از پیشرفت مورد توجه قرار گیرند. یکی از تکنیک های مؤثر برای مقابله با مقاومت در طول خود هیپنوتیزم استفاده از تجسم است. با تجسم خود در حال شکستن مقاومت و دستیابی به اهداف خود، می توانید شروع به تغییر ذهنیت خود کنید و خود را در برابر قدرت پیشنهاد باز کنید. این می تواند به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه شما کمک کند و موانعی را که ممکن است شما را عقب نگه دارد، از بین ببرید. یکی دیگر از راهبردهای مفید برای مقابله با مقاومت، تمرین شفقت به خود است. به یاد داشته باشید که تجربه مقاومت اشکالی نداره و این همه بخشی از فرایند یادگیری است. با رفتار مهربانانه و درک خود، می توانید محیط حمایتی تری برای رشد و تحول ایجاد کنید. در نتیجه، کنترل مقاومت مهارت مهمی است که باید هنگام کار با خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار ایجاد شود. با حفظ آرامش، استفاده از تکنیک های تجسم و تمرین شفقت به خود، می توانید بر هر مانعی که ممکن است بر سر راه شما باشد غلبه کنید. با صبر و پشتکار، می توانید تمام پتانسیل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و به تحولی که می خواهید برسید. حفظ ثبات. حفظ ثبات کلید باز کردن پتانسیل کامل خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار است. با تمرین منظم این تکنیک ها می توانید به طور مؤثر با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کرده و به اهداف مورد نظر خود برسید. سازگاری مهم است، زیرا به ذهن شما اجازه می دهد تا با فرایند آشنا شود و ورود به حالت هیپنوتیزم و برنامه ریزی مجدد افکارتون را آسان تر می کند. یکی از راه های حفظ ثبات این است که هر روز زمان خاصی را برای تمرین خود هیپنوتیزم اختصاص دهید. چه اول صبح باشد و چه درست قبل از خواب، داشتن یک زمان مشخص برای جلسات به شما کمک میکنه در مسیر خود بمانید و اون رو به بخشی از برنامه روزانه خود تبدیل کنید.
با قرار دادن آن در اولویت احتمال بیشتری وجود دارد که به آن پایبند باشید و نتایج را ببینید. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حفظ ثبات، ایجاد فضایی آرام و راحت برای تمرین شما است. هواسپورتی‌ها را حذف کنید و مطمئن شوید که در طول جلسه مزاحم شما نمی‌شود. این به شما کمک می‌کند تمرکز و آرامش داشته باشید و به شما این امکان را می‌دهد که به طور مؤثرتری با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید. با ایجاد یک محیط آرام می توانید اثر بخشی تمرین خود هیپنوتیزم را افزایش دهید. ثبات همچنین شامل متعهد ماندن به اهداف و باور به قدرت خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار است. اعتماد به این فرایند و باز بودن در برابر تغییراتی که می تونه به همراه داشته باشه به شما کمک می کند انگیزه داشته باشید و به تمرین خود اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که تغییر زمان می‌برد و با ثابت ماندن به تدریج شاهد بهبود در طرز فکر و رفتار خود خواهید بود. در نتیجه حفظ ثبات در تمرین خود عجله و پیشنهاد خودکار برای باز کردن قدرت ناخودآگاه شما ضروری است. با اختصاص دادن زمان در هر روز، ایجاد یک محیط آرام و متعهد ماندن به اهداف خود، می توانید به طور مؤثر با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و به نتایج دلخواه خود برسید. به این روند اعتماد کنید، فداکار بمانید و قدرت دگرگون کننده خود هیپنوتیزم را در زندگی خود خواهید دید. فصل 7 خود هیپنوتیزم برای اهداف خاص. بهبود اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یک عنصر کلیدی در دستیابی به موفقیت در هر جنبه ای از زندگی است. چه دنبال کردن یک حرفه جدید، چه شروع یک رابطه جدید یا صرفاً رویارویی با چالش‌های جدید، داشتن یک حس قوی اعتماد به نفس می‌تواند همه چیز را در دنیا ایجاد کند. وقتی اعتماد به نفس نداریم، اغلب خود را از دستیابی به پتانسیل کامل خود باز می‌داریم. اینجاست که خود هیپنوتیزم می‌تواند ابزار قدرتمندی در افزایش سطح اعتماد به نفس ما باشد. یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و بهبود اعتماد به نفس، جملات تأکیدی مثبت است. با تکرار جملات مثبت در مورد خودتان، مانند من مطمئن هستم و توانمند هستم یا من به خودم و توانایی‌هایم ایمان دارم، می‌توانید ضمیر ناخودآگاه خود را مجدداً برنامه‌ریزی کنید تا به ارزش و توانایی‌های خود باور داشته باشید. وقتی ضمیر ناخودآگاه شما مملو از جملات تأکیدی مثبت می شود، طبیعتاً اعتماد به نفس بیشتری نسبت به خود و توانایی های خود خواهید داشت. تجسم تکنیک قدرتمند دیگری است که می تواند به بهبود اعتماد به نفس از طریق خود هیپنوتیزم کمک کند. با تصور واضح خود در حال موفقیت در یک کار یا موقعیت خاص، می تونید ضمیر ناخودآگاه خود را فریب دهید تا باور کند که قبلاً موفق بوده اید. همانطور که به تجسم خود در حال رسیدن به اهداف خود ادامه می دهید، به طور طبیعی اعتماد به نفس شما افزایش می یابد و انجام عمل و تبدیل رویاهای خود را برای شما آسان تر می کند. یکی دیگر از راه های مؤثر برای بهبود اعتماد به نفس از طریق خود هیپنوتیزم استفاده از تکنیک های آرام سازی است. وقتی استرس داریم یا مضطرب هستیم، سطح اعتماد به نفس ما به شدت کاهش می یابد. با تمرین تکنیک های آرامسازی عمیق، مانند تنفس عمیق یا آرامسازی پیشرونده عضلانی، می توانید ذهن و بدن خود را آرام کنید و به ضمیر ناخودآگاه خود اجازه دهید تا برای پیشنهادات و تأکیدات مثبت بازتر شود. این به افزایش اعتماد به نفس شما کمک می کند و به شما کمک می کند تا چالش های جدید را با احساس آرامش و متانت انجام دهید. در نتیجه خود هیپنوتیزم ابزار قدرتمندی است که میتواند برای بهبود اعتماد به نفس و باز کردن قدرت ناخودآگاه شما مورد استفاده قرار گیرد. با تمرین جملات تأکیدی مثبت، تجسم و تکنیک های آرامش بخش میتوانید ضمیر ناخودآگاه خود را مجدداً برنامه ریزی کنید تا به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشید. با افزایش اعتماد به نفس میتوانید با چالش ها مقابله کنید، به اهداف خود برسید و زندگی رضایت بخشتری داشته باشید. پس چرا خود هیپنوتیزم را امتحان نکنید و نتایج شگفت انگیزی را که می تواند به زندگی شما بیاورد را ببینید؟
مدیریت استرس. مدیریت استرس برای حفظ سلامت ذهن و بدن بسیار مهم است. در این فصل، تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه به منظور مدیریت مؤثر استرس و ارتقای رفاه کلی را بررسی خواهیم کرد. با استفاده از قدرت خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار، افراد می‌توانند یاد بگیرند که سطح استرس خود را کنترل کنند و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مدیریت استرس، تکنیک‌های آرامسازی عمیق است. با تمرین خود هیپنوتیزمی، افراد می‌توانند وارد یک حالت آرامش عمیق شوند که در آن می‌توانند با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنند و تنش و استرس را رها کنند. از طریق قدرت پیشنهاد، افراد می‌توانند ذهن خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که به عوامل استرس زا پاسخ مثبت دهد و در مواجهه با چالش‌ها احساس آرامش و تعادل را حفظ کند. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی مدیریت استرس، تمرین ذهن آگاهی و حضور در لحظه است. با تمرکز بر اینجا و اکنون، افراد می‌توانند استراب و نگرانی در مورد آینده را کاهش دهند و منجر به یک حالت ذهنی آرام‌تر و متمرکزتر شوند. از طریق تکنیک‌های خود هیپنوتیزم، افراد می‌توانند ذهن خود را طوری آموزش دهند که حاضر بماند و افکار و احساسات منفی را که به استرس کمک می‌کند، رها کند. علاوه بر آرامش و تمرکز، می‌توان از خود هیپنوتیزم برای اصلاح باورهای منفی و الگوهای فکری که به استرس کمک می‌کند، نیز استفاده کرد. با درگیر شدن در خودگفتاری مثبت و تأکیدات، افراد می توانند طرز فکر خود را از ترس و نگرانی به ذهنیت با اعتماد به نفس و انعطاف پذیری تغییر دهند. از طریق تمرین منظم خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار، افراد می توانند ضمیر ناخودآگاه خود را مجدداً برنامه ریزی کنند تا به استرس به شیوه مثبت‌تر و توانمندتر پاسخ دهند. در نتیجه مدیریت استرس از طریق خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار ابزاری قدرتمند برای بهبود سلامت ذهنی و جسمی است. با یادگیری برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و استفاده از قدرت پیشنهاد، افراد می توانند به طور مؤثر سطح استرس را کاهش دهند، انعطاف پذیری را افزایش دهند و حس آرامش و تعادل درونی را پرورش دهند. با فداکاری و تمرین، هر کسی می تواند بر این تکنیک ها مسلط شود و قدرت ناخودآگاه خود را برای داشتن یک زندگی رضایت بخشتر و بدون استرس باز کند. بهبود خواب. بهبود خواب برای سلامت کلی و سلامت روان بسیار مهم است. ضمیر ناخودآگاه نقش مهمی در تنظیم الگوهای خواب ما دارد. به همین دلیل است که تسلط بر تکنیک‌های خود هیپنوتیزم می‌تواند در بهبود کیفیت خواب ما بسیار مفید باشد. با برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه از طریق خود هیپنوتیزم، می‌توانیم به مشکلات اساسی یا الگوهای فکری منفی که ممکن است در توانایی ما برای رسیدن به خوابی آرام و احیا کننده اختلال ایجاد کند، رسیدگی کنیم. یکی از تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه برای بهبود خواب از طریق تجسم است. قبل از رفتن به رخت خواب، چشمان خود را ببندید و خود را در محیطی آرام و آرام تصور کنید. خود را در محاصره عناصر آرام بخش مانند امواج ملایم، نسیم ملایم یا جنگلی آرام تصور کنید. با درگیر شدن در این تمرین تجسم، می توانید به ضمیر ناخودآگاه خود پیام دهید که زمان استراحت و استراحت فرا رسیده است و بدن خود را برای خوابی آرام آماده کنید. یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای بهبود خواب از طریق خود هیپنوتیزم از طریق تأکیدات مثبت است. قبل از رفتن به رخت خواب، جملات تأکیدی مانند من آرام و آرام هستم یا من به راحتی به خواب عمیق و آرام می روم را تکرار کنید. با تقویت مداوم این جملات مثبت، می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا در هنگام خواب ذهنیت مثبت‌تر و آرام‌تری داشته باشید. علاوه بر تجسم و جملات تأکیدی مثبت، تمرینات تنفس عمیق نیز می تواند به بهبود کیفیت خواب از طریق خود هیپنوتیزم کمک کند.
با تمرکز بر نفس و کاهش سرعت تنفس، می توانید به بدن و ضمیر ناخودآگاه خود پیام دهید که زمان استراحت و رها کردن هر گونه تنش یا استرس فرا رسیده است. این تکنیک ساده و در عین حال قدرتمند می تواند به آرامش ذهن و آماده سازی آن برای خواب آرام شبانه کمک کند. با گنجاندن این تکنیک های خود هیپنوتیزم در روتین قبل از خواب خود، می توانید به طور مؤثر با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و کیفیت خواب خود را بهبود بخشید. به یاد داشته باشید، تمرین مداوم و صبر برای تسلط بر خود هیپنوتیزم برای خواب بهتر کلیدی است. با فداکاری و تعهد، می توانید قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و از خوابی آرامتر و شادابتر لذت ببرید. فصل 8، خود هیپنوتیزم برای رشد شخصی. افزایش شفقت به خود. در این زیرفصل اهمیت افزایش شفقت به خود را به عنوان یکی از اجزای کلیدی تسلط بر خود هیپنوتیزم و باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه شما بررسی خواهیم کرد. شفقت به خود مستلزم این است که با مهربانی، درک و پذیرش با خود رفتار کنید، به ویژه در زمان مبارزه یا شکست. با پرورش شفقت به خود می توانید محیط پرورشی و حمایتی بیشتری برای رشد ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد کنید. یکی از تکنیک های آسان برای افزایش شفقت به خود از طریق خود صحبتی مثبت است. به جای انتقاد و قضاوت نسبت به خود، سعی کنید با خود به شیوهی مهربانانه و تشویق کننده صحبت کنید. جملات تأکیدی مانند من لایق و مستحق عشق هستم یا من خودم رو به خاطر اشتباهات گذشته میبخشم میتوند به ضمیر ناخودآگاه شما کمک کنه تا نسبت به خودتون دلسوزتر باشید. یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای افزایش شفقت به خود از طریق ذهن آگاهی و خودآگاهی است. با حضور در لحظه و مشاهده افکار و احساسات خود بدون قضاوت می توانید حس شفقت بیشتری نسبت به خود ایجاد کنید. تمرین‌های تمرکز حواس مانند مدیتیشن و تنفس عمیق می تواند به شما کمک کند نگرش دلسوزانه‌تر و پذیرنده‌تری نسبت به خودتون ایجاد کنید. همچنین مهم است که مراقبت از خود را تمرین کنید و بهزیستی خود را در اولویت قرار دهید تا شفقت خود را افزایش دهید. وقت گذاشتن برای شرکت در فعالیت‌هایی که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می‌آورد، مانند ورزش، سرگرمی‌ها یا گذراندن وقت در طبیعت، می‌تواند به شما کمک کند بیشتر با خودتون ارتباط برقرار کنید و حس شفقت نسبت به نیازها و احساسات خود را در خود پرورش دهید. در نتیجه، افزایش شفقت به خود گامی مهم در تسلط بر خود هیپنوتیزم و باز کردن پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه شما است. با تمرین خودگویی مثبت، ذهن آگاهی و مراقبت از خود، می توانید محیط پرورشی و حمایتی بیشتری برای شکوفایی ضمیر ناخودآگاه خود ایجاد کنید. به یاد داشته باشید، شفقت به خود نشانه ضعف نیست، بلکه قدرتی است که میتونه به شما کمک کند قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را مهار کنید و با سهولت و اثر بخشی بیشتر به اهداف خود برسید. افزایش خلاقیت. افزایش خلاقیت یک جنبه حیاتی از تسلط بر خود هیپنوتیزم است. وقتی به ضمیر ناخودآگاه خود ضربه میزنیم، چشمه ای از پتانسیل خلاقانه را باز میکنیم که میتواند به ما در رسیدن به اهداف و رویاهایمان کمک کند. با استفاده از تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، می‌توانیم این خلاقیت را مهار کنیم و از آن به نفع خود استفاده کنیم. یکی از راه‌های قدرتمند برای افزایش خلاقیت از طریق خود هیپنوتیزم، شرکت در تمرین‌های تجسم است. با تصور واضح خود در سناریوهای خلاقانه، می‌توانیم ضمیر ناخودآگاه خود را تحریک کرده و ایده‌ها و راه حل‌های جدیدی تولید کنیم. این می تواند به ویژه برای کسانی که در زمینه‌های خلاقانه مانند نوشتن، هنر یا طراحی هستند، مفید باشد. یکی دیگر از تکنیک‌های مؤثر برای افزایش خلاقیت استفاده از جملات تأکیدی است. با تکرار جملات تأکیدی مثبت مرتبط با خلاقیت و نوآوری، می توانیم ضمیر ناخودآگاه خود را طوری برنامه‌ریزی کنیم که نسبت به ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید بازتر باشد.
این می تواند به ما کمک کند تا از موانع و محدودیت های ذهنی که ممکن است پتانسیل خلاقیت ما را مهار می کند رها شویم. علاوه بر تجسم و تصدیق، استفاده از تکنیک های آرامسازی در تمرین خود هیپنوتیزمی نیز می تواند خلاقیت را افزایش دهد. وقتی در حالت آرامش هستیم، ذهن ما نسبت به ایده های جدید بازتر و پذیراتر است. با گنجاندن تمرینات تنفس عمیق یا آرامسازی پیشروند عضلانی در روال خود هیپنوتیزمی، میتونیم محیط ایدئالی برای شکوفایی خلاقیت ایجاد کنیم. به طور کلی، افزایش خلاقیت از طریق خود هیپنوتیزم ابزار قدرتمندی است که میتواند به ما کمک کند تا پتانسیل کامل خود را باز کنیم. با استفاده از تکنیک های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، می توانیم از انرژی خلاقانه خود بهره ببریم و به راحتی به اهداف خود برسیم. چه یک متخصص خود هیپنوتیزم با تجربه باشید و چه تازه کار، گنجاندن این تکنیک ها در روال خود می تواند به شما کمک کند نبوغ خلاق خود را آزاد کنید و زندگی رضایت بخشی تری داشته باشید. یافتن آرامش درونی. یافتن آرامش درونی گامی مهم در تسلط بر تمرین خود هیپنوتیزم و باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه شماست. آرامش درونی حالتی از بودن است که در آن احساس آرامش، تمرکز و آرامش با خود و دنیای اطراف خود می کنید. هنگامی که در آرامش درونی هستید، بهتر می توانید با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و از پتانسیل گسترده آن برای تغییر و بهبودی استفاده کنید. یکی از ساده ترین تکنیک ها برای یافتن آرامش درونی، تمرینات تنفس عمیق است. با تمرکز بر نفس و کشیدن نفس های آهسته و عمیق، می توانید ذهن و بدن خود را آرام کرده و خود را در حالت آرامش قرار دهید. تنفس عمیق به آرام کردن صحبت‌های ذهن خودآگاه کمک می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا عمیق‌تر با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید، جایی که تحول واقعی می‌تواند رخ دهد. یکی دیگر از تکنیک‌های قدرتمند برای یافتن آرامش درونی، تمرین مراقبه ذهن آگاهی است. مدیتیشن ذهن آگاهی شامل تمرکز آگاهی شما بر لحظه حال بدون قضاوت است. با پرورش آگاهی بدون قضاوت از افکار، احساسات و احساسات بدنی خود، می توانید احساس آرامش و آرامش درونی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط مؤثرتری برقرار کنید. تمرین خود هیپنوتیزمی همچنین می تواند به شما کمک کند آرامش درونی را پیدا کرده و با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید. با استفاده از تصاویر هدایت شده، جملات تأکیدی و تکنیک‌های آرامسازی می‌توانید یک حالت ذهنی عمیقاً آرام ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد به قدرت ناخودآگاه خود دسترسی پیدا کنید. خود هیپنوتیزم می‌تواند به شما کمک کند تا باورها و الگوهای منفی که شما را عقب نگه می‌دارند را رها کنید و آنها را با افکار و تصاویر مثبت و توانمند جایگزین کنید. در پایان، یافتن آرامش درونی یک گام کلیدی در تسلط بر تمرین خود هیپنوتیزم و باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه شما است. با گنجاندن تکنیک هایی مانند تنفس عمیق، مدیتیشن ذهن آگاهی و خود هیپنوتیزم در برنامه روزانه خود، می توانید احساس آرامش، تمرکز و سهولت ایجاد کنید که به شما امکان می دهد با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط مؤثرتری برقرار کنید و از پتانسیل باور نکردنی اون استفاده کنید. تحول و شفا. فصل 9، خود هیپنوتیزم برای سلامتی و تندرستی. مدیریت درد. در حوزه خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار، یکی از مهمترین جنبه‌هایی که باید به آن پرداخته شود، مدیریت درد است. درد می‌تواند فیزیکی، عاطفی یا روانی باشد و یادگیری نحوه مدیریت مؤثر اون از طریق قدرت ضمیر ناخودآگاه می‌تواند زندگی را تغییر دهد. با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های ذکر شده در این کتاب، می‌توانید قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید تا به شما کمک کند تا به طور مؤثر درد را مدیریت و کاهش دهید. یکی از اصول کلیدی مدیریت درد از طریق خود هیپنوتیزمی مفهوم آرامش است. هنگامی که در حالت آرامش عمیق هستید، ذهن شما نسبت به پیشنهادات بازتر است و بهتر می‌تواند با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کند.
با ترکیب تکنیک‌های آرامسازی مانند تنفس عمیق، تجسم و آرامسازی پیشرونده عضلانی می‌توانید حالتی از آرامش ایجاد کنید که شما را قادر می‌سازد تا به طور مؤثر درد را درمان و مدیریت کنید. یکی دیگر از جنبه‌های مهم مدیریت درد از طریق خود هیپنوتیزم، استفاده از جملات تأکیدی و پیشنهادات مثبت است. با برنامه‌ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه خود با جملات مثبت و تأکیدات مربوط به تسکین درد، می‌توانید شروع به تغییر درک خود از درد کنید و توانایی خود را برای مقابله با آن بهبود بخشید. از طریق تکرار و ثبات این پیشنهادات مثبت می توانند عمیقاً در ناخودآگاه شما ریشه دوانده و منجر به تغییرات پایدار در نحوه درک و تجربه درد شما شوند. تجسم ابزار قدرتمند دیگری برای مدیریت درد از طریق خود هیپنوتیزم است. با ایجاد تصاویر ذهنی واضح از خود بدون درد و ناراحتی، می توانید به سیم کشی مجدد مغز خود برای تمرکز بر بهبود و تسکین کمک کنید. تجسم خود در وضعیت سلامتی و راحتی می تواند به تغییر ذهنیت شما از درد و به سمت دیدگاه مثبت‌تر و توانمندتر کمک کند. در نتیجه مدیریت درد از طریق خود هیپنوتیزم یک ابزار ارزشمند و مؤثر برای هر کسی است که به دنبال بهبود کیفیت زندگی و رفاه خود است. با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های ذکر شده در این کتاب، می توانید از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود برای مدیریت مؤثر و کاهش درد استفاده کنید و به زندگی شادتر، سالمتر و رضایت بخشتر منجر شوید. کاهش وزن. در این زیرفصل در مورد کاهش وزن، ما ارتباط قدرتمند بین ضمیر ناخودآگاه و توانایی ما در کاهش وزن ناخواسته را بررسی خواهیم کرد. خود هیپنوتیزمی روشی اثبات شده برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه و برنامه‌ریزی مجدد باورها و عادات منفی است که ممکن است ما را از رسیدن به اهداف وزن مورد نظرمان باز دارد. با استفاده از تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، می‌توانیم قدرت آن را برای ایجاد تغییرات پایدار در بدن و ذهن خود باز کنیم. یکی از اصول کلیدی خود هیپنوتیزم برای کاهش وزن، مفهوم پیشنهاد خودکار است. این شامل استفاده از تصدیقات و تجسم‌های مثبت برای کاشت باورها و رفتارهای جدید در ضمیر ناخودآگاه است. با تکرار مداوم این تأکیدات و تجسم‌ها، می‌توانیم شروع به تغییر افکار و تصورات خود در مورد بدن و وزن خود کنیم که منجر به نتایج مثبت‌تری در سفر کاهش وزن خود می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم خود هیپنوتیزم برای کاهش وزن، استفاده از تکنیک‌های آرامسازی برای دسترسی به ضمیر ناخودآگاه است. از طریق تمرینات تنفس عمیق، آرامسازی پیشرونده عضلانی و تصویرسازی هدایت شده، می‌توانیم وارد حالت آرامش عمیق شویم که در آن ضمیر ناخودآگاه پذیرای ایده‌ها و پیشنهادهای جدید می‌شود. این به ما این امکان را می دهد تا ذهن خودآگاه انتقادی را دور بزنیم و به طور مستقیم بر باورها و رفتارهایی که تلاشهای کاهش وزن ما را هدایت می کنند، تأثیر بگذاریم. همچنین پرداختن به مسائل عاطفی اساسی که ممکن است در افزایش وزن یا مشکل در کاهش وزن نقش داشته باشد، ضروری است. با استفاده از تکنیک‌های خود هیپنوتیزم برای کشف و رهاسازی این بلوک‌های احساسی، می‌توانیم محیط داخلی حمایت کننده تری برای اهداف کاهش وزن خود ایجاد کنیم. این ممکن است شامل شناسایی و قالب بندی مجدد باورهای منفی در مورد خود یا بدنمان، التیام آسیب‌ها یا تجربیات گذشته که بر عزت نفس ما تأثیر می‌گذارد و پرورش حس عشق به خود و پذیرش باشد. در نتیجه خود هیپنوتیزم ابزاری قدرتمند برای باز کردن قفل ضمیر ناخودآگاه و ایجاد تغییر پایدار در تلاش‌های کاهش وزن ما است. با استفاده از تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه مانند جملات تأکیدی مثبت، تجسم‌سازی، تمرین‌های آرامش بخش و درمان عاطفی، می‌توانیم بر موانع کاهش وزن غلبه کنیم و به نتایج دلخواه خود برسیم. با فداکاری، ثبات و باور به قدرت ضمیر ناخودآگاه خود، می توانیم رابطه خود را با غذا، ورزش و بدن خود تغییر دهیم و به زندگی سالم تر و شادتر منجر شویم. ترک سیگار.
ترک سیگار یک هدف مشترک برای بسیاری از افرادی است که به دنبال بهبود سلامت و رفاه خود هستند. با این حال، ترک سیگار می تواند یک فرایند چالش برانگیز باشد که اغلب به اراده و اراده زیادی نیاز دارد. خوشبختانه، خود هیپنوتیزم می تواند ابزاری قدرتمند برای کمک به افراد برای غلبه بر اعتیاد خود به سیگار باشد. یکی از مزایای کلیدی استفاده از خود هیپنوتیزم برای ترک سیگار، توانایی آن در نفوذ به ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر ناخودآگاه جایی است که عادات، باورها و رفتارهای ما ذخیره می شود و آن را به متحد قدرتمندی در روند ترک سیگار تبدیل می کند. با استفاده از تکنیک‌های خود هیپنوتیزم، افراد می توانند ذهن ناخودآگاه خود را برای شکستن چرخه اعتیاد و ایجاد عادات جدید و سالم تر برنامه ریزی مجدد کنند. یکی از تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه در طول فرایند ترک سیگار از طریق پیشنهاد خودکار است. پیشنهاد خودکار شامل تکرار جملات تأکیدی یا جملات مثبت برای خود به منظور ایجاد باورها و رفتارهای جدید است. به عنوان مثال، افراد می توانند از پیشنهاد خودکار استفاده کنند تا به خود بگویند من یک فرد سیگاری نیستم یا من کنترل سلامت و رفاه خود را در دست دارم. با تکرار مداوم این جملات تأکیدی، افراد می توانند شروع به ایجاد مسیرهای عصبی جدید در مغز خود کنند که از هدف آنها برای ترک سیگار حمایت می کند. علاوه بر پیشنهاد خودکار، از خود هیپنوتیزم نیز می توان برای دسترسی به لایه‌های عمیق ضمیر ناخودآگاه از طریق تکنیک‌هایی مانند تجسم و آرامش استفاده کرد. با وارد شدن به حالت آرامش عمیق و تجسم خود به عنوان غیر سیگاری، افراد می توانند شروع به سیمه‌کشی مجدد مغز خود برای حمایت از اهداف ترک سیگار خود کنند. این فرایند می تواند به افراد کمک کند تا بر هوس غلبه کنند، استرس را کاهش دهند و انگیزه خود را برای ترک سیگار برای همیشه افزایش دهند. به طور کلی، خود هیپنوتیزم یک تکنیک مؤثر و آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و دستیابی به ترک سیگار است. با استفاده از قدرت ضمیر ناخودآگاه از طریق پیشنهاد خودکار، تجسم و آرامش، افراد می توانند از اعتیاد خود به سیگار رها شوند و آینده‌ای سالم تر و بدون دود برای خود ایجاد کنند. با فداکاری، تمرین و طرز فکر صحیح، هر کسی می تواند از خود هیپنوتیزم برای باز کردن قدرت ناخودآگاه خود و دستیابی به اهداف ترک سیگار استفاده کند. فصل 10، ادغام خود هیپنوتیزم در زندگی روزمره. ایجاد یک روال خود هیپنوتیزمی. ایجاد یک روال خود هیپنوتیزم یک گام اساسی در تسلط بر هنر برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه شماست. با ایجاد یک تمرین ثابت می توانید تمام قدرت ناخودآگاه خود را باز کنید و از آن برای رسیدن به اهداف خود و بهبود زندگی خود استفاده کنید. در این زیر فصل، روش‌های آسان برای ایجاد یک روال خود هیپنوتیزم که برای شما کارآمد است را بررسی خواهیم کرد. اولین قدم در ایجاد یک روال خود هیپنوتیزم این است که هر روز زمان اختصاصی را برای تمرین خود اختصاص دهید. این می تواند اولین چیزی که در صبح، قبل از خواب یا در یک لحظه آرام در وسط روز شما باشد. ثبات کلیدی است، بنابراین زمانی را انتخاب کنید که برای شما مناسب باشد و به آن پایبند باشید. با تبدیل خود هیپنوتیزم به بخشی منظم از برنامه روزانه خود، ارتباط خود را با ضمیر ناخودآگاه خود تقویت کرده و نتایج بیشتری را مشاهده خواهید کرد. بعد، یک فضای آرام و راحت پیدا کنید که بتونید در آن استراحت کنید و روی تمرین خود هیپنوتیزم تمرکز کنید. این می تواند یک گوشه دنج از خانه شما، یک باغ آرام یا حتی یک صندلی راحت در دفتر شما باشد. نکته کلیدی ایجاد محیطی است به شما امکان می دهد کاملا بدون حواس پرتی در فرایند غوطه ور شوید. با ایجاد یک فضای آرامش بخش برای روال خود هیپنوتیزم، می توانید ارتباط خود را با ضمیر ناخودآگاه خود عمیق‌تر کنید و اثر بخشی تمرین خود را افزایش دهید. همانطور که روال خود هیپنوتیزم خود را شروع می کنید، با تعیین یک هدف روشن برای آنچه می خواهید به دست آورید، شروع کنید.
خواه غلبه بر ترس، بهبود اعتماد به نفس یا رسیدن به یک هدف خاص، به وضوح مشخص کنید که می‌خواهید در طول جلسه روی چه چیزی کار کنید. با تمرکز بر یک قصد خاص، می‌توانید قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را به سمت دستیابی به نتیجه دلخواه خود هدایت کنید. مطمئن شوید که از جملات تأکیدی و تجسم‌های مثبت نیز برای تقویت قصد خود و ایجاد ارتباط قدرتمند با ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنید. در نهایت به یاد داشته باشید که خود هیپنوتیزم مهارتی است، نیاز به تمرین و صبر دارد. ممکن است دیدن نتایج زمان بر باشد، اما با متعهد شدن به روال خود هیپنوتیزم و ثابت ماندن، به تدریج ارتباط خود را با ضمیر ناخودآگاه خود تقویت خواهید کرد و پتانسیل کامل آن را باز خواهید کرد. به این فرایند اعتماد کنید، به توانایی خود در برقراری ارتباط با ناخودآگاه خود ایمان داشته باشید و شاهد تغییر زندگی شما به روش‌های قدرتمند و مثبت باشید. با فداکاری و تمرین می توانید بر هنر خود هیپنوتیزم مسلط شوید و قفل قدرت نامحدود ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. استفاده از خود هیپنوتیزم برای حل مسئله. خود هیپنوتیزم یک ابزار قدرتمند است که می تواند برای حل مشکلات در جنبه‌های مختلف زندگی شما استفاده شود. با ضربه زدن به ضمیر ناخودآگاه خود، می توانید راه حل‌ها و بینش‌های پنهانی را که ممکن است به آسانی در حالت خودآگاه شما آشکار نباشند، کشف کنید. در این فصل فرعی، چگونگی استفاده از خود هیپنوتیزم را برای حل و فصل مؤثر مشکلاتی که ممکن است مانع شما شوند را بررسی خواهیم کرد. یکی از روش‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود در طول خود هیپنوتیزم از طریق تجسم است. با ایجاد یک تصویر ذهنی واضح از مشکلی که با آن روبرو هستید، می توانید شروع به کشف دیدگاه‌های مختلف و راه حل‌های بالقوه کنید. تجسم خود در حال غلبه بر مانع می تواند به برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه شما کمک کند تا به جای تمرکز بر روی خود مشکل، بر نتایج مثبت تمرکز کند. یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای حل مسئله از طریق خود هیپنوتیزم استفاده از جملات تأکیدی است. با تکرار جملات تأکیدی مثبت مرتبط با موضوع مورد نظر، می توانید شروع به تغییر ذهنیت و باورهای خود در مورد مشکل کنید. به عنوان مثال، اگر در زمینه خاصی از زندگی خود با شک و تردید به خود دست و پنجه نرم می کنید، می توانید از جملات تأکیدی مانند من مطمئن هستم و توانا هستم برای برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه خود برای موفقیت استفاده کنید. خود هیپنوتیزمی همچنین میتونه برای دسترسی به تجربیات و خاطرات گذشته که ممکن است به مشکلی که با اون روبرو هستید کمک کنه استفاده شود. با کنکاش در ضمیر ناخودآگاه خود میتوانید باورها و الگوهایی را که ممکن است شما را عقب نگه دارند کشف کنید. از طریق تکنیک‌هایی مانند رگرسیون درمانی می توانید رویدادها و احساسات گذشته را کشف کنید تا به درک عمیق‌تری از علت اصلی مشکل دست یابید. در نتیجه، خود هیپنوتیزم ابزاری ارزشمند برای حل مسئله است که می تواند به شما کمک کند قدرت ناخودآگاه خود را باز کنید و بر موانع زندگی خود غلبه کنید. با استفاده از تجسم، تصدیقات و کاوش در تجربیات گذشته، می توانید از منابع درونی خود بهره ببرید و راه حل‌های خلاقانه‌ای برای چالش‌هایی که با آن روبرو هستید بیابید. با تمرین و فداکاری می‌توانید از قدرت خود هیپنوتیزم برای تغییر ذهنیت و دستیابی به اهداف خود استفاده کنید. پرورش ذهنیت مثبت. در دنیای خود هیپنوتیزم و پیشنهاد خودکار، پرورش یک ذهنیت مثبت برای باز کردن قدرت کامل ضمیر ناخودآگاه شما ضروری است. با اتخاذ یک دیدگاه و طرز فکر مثبت، می توانید بر باورهای محدود کننده غلبه کنید و به راحتی به اهداف خود برسید. در این فصل، تکنیک‌های آسانی رو بررسی خواهیم کرد که به شما کمک می کند ذهنیت مثبتی رو پرورش دهید و از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنید. یکی از راه‌های کلیدی برای پرورش ذهنیت مثبت، تمرین جملات تأکیدی مثبت است. با تکرار مرتب جملات تأکیدی مثبت برای خود،
می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را برای تمرکز بر جنبه‌های مثبت زندگی و اهداف خود برنامه‌ریزی مجدد کنید. جملات تأکیدی مانند من با اعتماد به نفس و توانایی هستم یا من لایق موفقیت و خوشبختی هستم می تواند به تغییر ذهنیت شما به سمت دیدگاه مثبت‌تر و توانمندتر کمک کنه. یکی دیگر از تکنیک‌های قدرتمند برای پرورش ذهنیت مثبت تجسم است. با تجسم خود در حال دستیابی به اهداف و زندگی ایدئال خود، می توانید یک ارتباط قدرتمند بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خود ایجاد کنید. تجسم به شما این امکان را می دهد که از قدرت خلاقانه ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید و افکار و اعمال خود را با نتایج دلخواه خود هماهنگ کنید. علاوه بر تأکیدات و تجسم، تمرین قدردانی یکی دیگر از راه‌های مؤثر برای پرورش ذهنیت مثبت است. با تمرکز بر چیزهایی که در زندگی خود برای آنها سپاسگزار هستید، می توانید دیدگاه خود را به سمت فراوانی و مثبت اندیشی تغییر دهید. قدردانی به مغز شما کمک می کند تا به جای تمرکز بر منفی‌ها یا کمبودها، روی چیزهای خوب زندگی شما تمرکز کند. در نهایت احاطه کردن خود با تأثیرات مثبت و افراد همفکر نیز می تواند به شما در پرورش طرز فکر مثبت کمک کند. با احاطه کردن خود با افرادی که از شما حمایت می کنند و شما را بالا می برند، می توانید محیطی قدرتمند برای رشد و موفقیت شخصی ایجاد کنید. با پرورش یک ذهنیت مثبت از طریق تأکیدات، تجسم، قدردانی و تأثیرات مثبت، می توانید قدرت کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و به راحتی به اهداف خود برسید. فصل 11 نکات پیشرفته برای تسلط بر خود هیپنوتیزم. تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی. تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی می تواند یک راه قدرتمند برای تعمیق ارتباط شما با ضمیر ناخودآگاه شما باشد. با درگیر شدن در این تمرین با شخصی که به اون اعتماد دارید، میتونید اثرات خود هیپنوتیزم را تقویت کنید و حتی به نتایج بزرگتری برسید. در این فصل، مزایای تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی را بررسی خواهیم کرد و تکنیک‌های آسانی را برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود در یک محیط مشارکتی در اختیار شما قرار می‌دهیم. هنگام تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی، مهم است که فردی را انتخاب کنید که با او احساس راحتی می کنید و به طور ضمنی به او اعتماد دارید. این فرد باید حامی و درک کننده باشد و مایل باشد در جلسه هیپنوتیزم نقش یک راهنما یا تسهیل کننده را بر عهده بگیره. با همکاری در این راه می توانید یک محیط امن و پرورش دهنده ایجاد کنید که در آن ضمیر ناخودآگاه خود را کشف کنید و پتانسیل کامل آن را باز کنید. یکی از مزایای کلیدی تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی فرصت بازخورد و تأمل است. شریک زندگی شما می تواند به شما کمک کنه تا الگوها یا موضوعاتی را که در طول جلسه هیپنوتیزم به وجود می آیند شناسایی کنید و بینش‌هایی رو ارائه دهید که ممکن است به تنهایی در نظر نگرفته باشید. با به اشتراک گذاشتن این تجربه با شخص دیگری، می توانید درک عمیق‌تری از ضمیر ناخودآگاه خود، پیام‌هایی که سعی داره به شما منتقل کنه، به دست آورید. یکی دیگر از مزایای تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی، حس مسئولیت پذیری و انگیزه اضافی است. دانستن این که شخص دیگری برای حضور و شرکت در تمرین روی شما حساب می‌کند، می‌تواند به شما کمک کند تا در مسیر خود و به سفر خود هیپنوتیزم متحد باشید. این تجربه مشترک می‌تواند پیوند شما را با شریک زندگی خود تقویت کند و ارتباط شما را با ضمیر ناخودآگاه خود در این فرایند عمیق‌تر کند. در نتیجه، تمرین خود هیپنوتیزم با شریک زندگی می تواند یک تجربه پاداش دهنده و متحول کننده باشد. با همکاری با یکدیگر به روشی حمایتی و مشارکتی، می توانید تمام قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و از پتانسیل بی نهایت آن بهره ببرید. چه در زمینه خود هیپنوتیزم تازه کار باشید و چه سال هاست که تمرین کرده اید، شراکت با شخص دیگری می تواند تمرین شما را بهبود بخشد و به شما کمک کنه به نتایج بهتری دست یابید. بنابراین یک شریک قابل اعتماد پیدا کنید،
مدتی رو برای کشف ضمیر ناخودآگاه خود در کنار هم اختصاص دهید و تماشا کنید که بینش ها و مکاشفه های جدید در مقابل چشمان شما آشکار می شود. کاوش در پدیده های هیپنوتیزمی. در این فصل فرعی، ما به دنیای شگفت انگیز پدیده های هیپنوتیزمی و چگونگی استفاده از آنها برای باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه خود خواهیم پرداخت. هیپنوتیزم حالتی طبیعی از توجه متمرکز و افزایش تلقین پذیری است که به شما امکان می‌دهد به لایه‌های عمیق‌تر ذهن خود دسترسی داشته باشید. با کاوش در پدیده‌های هیپنوتیزمی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه با ضمیر ناخودآگاه خود به شیوه مؤثرتر و قدرتمندتر ارتباط برقرار کنید. یکی از رایج‌ترین پدیده‌های هیپنوتیزمی قدرت تلقین است. وقتی در حالت هیپنوتیزم هستید، ضمیر ناخودآگاه شما پذیرای پیشنهاداتی می شود که به شما داده می شود. با استفاده از تکنیک های آسان مانند تجسم و جملات تأکیدی مثبت می توانید بذرهای تغییر را در ناخودآگاه خود بکارید که به شما در رسیدن به اهداف و غلبه بر موانع کمک می کند. یکی دیگر از پدیده های هیپنوتیزمی که اغلب در طی خود هیپنوتیزم تجربه می شود، تحریف زمان است. در این حالت تغییر یافته هوشیاری به نظر می رسد، زمان سرعت می گیرد یا کند می شود و به شما این امکان رو می ده که با دقت بیشتری روی اهداف و مقاصد خود تمرکز کنید. با استفاده از قدرت تحریف زمان می توانید حس بی زمانی را ایجاد کنید که به شما امکان می دهد کاملا خود را در روند خود هیپنوتیزم غرق کنید. توهمات حسی یکی دیگر از پدیده های هیپنوتیزمی جذابی است که می توان در طی خود هیپنوتیزم تجربه کرد. با درگیر کردن حواس خود از طریق تجسم و تصویرسازی هدایت شده، می توانید احساسات زنده و واقعی ایجاد کنید که می تواند به شما کمک کند تا از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید. با کاوش در توهمات حسی، می توانید ارتباط خود را با ناخودآگاه خود عمیق‌تر کنید و منابع پنهان را در خود باز کنید. به طور کلی، کاوش در پدیده‌های هیپنوتیزمی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای هر کسی باشد که به دنبال تقویت تمرین خود هیپنوتیزمی و بهره بردن از قدرت ضمیر ناخودآگاه خود است. با درک نحوه عملکرد پدیده‌های هیپنوتیزم و تمرین تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ناخودآگاه خود، می توانید پتانسیل کامل خود را باز کنید و با سهولت و کارایی بیشتر به اهداف خود برسید. ادامه سفر خود هیپنوتیزمی. به خاطر برداشتن اولین قدم برای باز کردن قدرت ضمیر ناخودآگاه خود از طریق خود هیپنوتیزم تبریک می گوییم. همانطور که به سفر خود ادامه می دهید، مهم است که به یاد داشته باشید که ثبات کلیدی است. درست مانند هر مهارتی، هرچه بیشتر خود هیپنوتیزم را تمرین کنید، مؤثرتر خواهد بود. با متعهد شدن به تمرین منظم، می توانید ارتباط خود را با ضمیر ناخودآگاه خود عمیق‌تر کنید و از پتانسیل کامل آن استفاده کنید. یکی از روش‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه، استفاده از پیشنهاد خودکار است. پیشنهاد خودکار شامل تکرار جملات تأکیدی یا جملات مثبت به خودتون در حالی که در حالت خود هیپنوتیزم هستید. با انجام این کار، به طور مؤثر ضمیر ناخودآگاه خود را با باورها و خواسته هایی که می خواهید در زندگی خود نشان دهید، برنامه ریزی می کنید. به یاد داشته باشید، ضمیر ناخودآگاه بین واقعیت و تخیل تفاوتی قائل نمی شود، بنابراین با تایید مداوم جملات مثبت می توانید باورهای خود را دوباره سیم کشی کنید و تغییرات پایدار ایجاد کنید. علاوه بر پیشنهاد خودکار، ابزار قدرتمند دیگری برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه شما تجسم است. تجسم شامل ایجاد تصاویر ذهنی از نتایجی است که می خواهید در حالی که در حالت خود هیپنوتیزم هستید. با تصور واضح خود در حال رسیدن به اهداف و زندگی ایدئال خود، پیام‌های قدرتمندی را به ضمیر ناخودآگاه خود ارسال می‌کنید. همانطور که به تمرین تجسم ادامه می‌دهید، متوجه تغییرات ظریفی در افکار، احساسات و رفتارهای خود می‌شوید که با نتایج دلخواه شما همسو می‌شوند. همانطور که در سفر خود هیپنوتیزمی خود پیشرفت می‌کنید، مهم است که به تکنیک‌ها و روش‌های جدیدی که با شما تنین انداز می‌شود باز بمانید.
در حالی که برخی ممکن است با اسکریپت های سنتی خود هیپنوتیزم به موفقیت دست یابند، برخی دیگر ممکن است رویکردهای خلاقانه تری مانند تصویرسازی هدایت شده یا مراقبه ذهن آگاهی را ترجیح دهند. به یاد داشته باشید، هیچ رویکردی برای خود هیپنوتیزمی وجود ندارد، بنابراین با خیال راحت آزمایش کنید و بهترین را برای شما پیدا کنید. در نتیجه ادامه سفر خود هیپنوتیزم راهی قدرتمند برای باز کردن پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه شما و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شما است. با متعهد شدن به تمرین منظم، کشف تکنیک‌های جدید و بازماندن در برابر احتمالات جدید، می توانید از قدرت باور نکردنی ضمیر ناخودآگاه خود استفاده کنید و به راحتی به اهداف خود برسید. به کار عالی ادامه دهید و به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در درون شما نهفته است. فصل 12. نتیجه گیری. مروری بر پیشرفت خود هیپنوتیزمی. همانطور که به سفر خود هیپنوتیزم ادامه می دهید، مهم است که به طور منظم پیشرفت خود را بررسی کنید تا رشد خود را ردیابی کنید و هر گونه تنظیمات لازم را در تمرین خود انجام دهید. با صرف زمان برای تأمل در جلسات خود هیپنوتیزم، می توانید بینش ارزشمندی در مورد اینکه چه چیزی برای شما خوب است و چه زمینه‌هایی ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد به دست آورید. این خودآگاهی به شما کمک می کند تا مزایای خود هیپنوتیزم را به حد اکثر برسانید و پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید. یکی از راه‌های بررسی پیشرفت خود هیپنوتیزم، نگه داشتن یک دفتر خاطرات از تجربیاتتان است. بعد از هر جلسه چند لحظه وقت بگذارید و افکار، احساسات یا بینش‌هایی را که برایتان پیش آمد یادداشت کنید. این می تواند به شما کمک کند تا هر گونه الگو یا روندی را در تمرین خود شناسایی کنید و همچنین رشد و توسعه کلی خود را دنبال کنید. با مرور منظم نوشته های مجله خود، می توانید درک عمیق‌تری از ضمیر ناخودآگاه خود و نحوه پاسخگویی آن به تلاش های خود هیپنوتیزمی به دست آورید. یکی دیگر از جنبه های مهم بررسی پیشرفت خود هیپنوتیزم، توجه به هر گونه تغییر در رفتار یا طرز فکرتان است. توجه داشته باشید که آیا بعد از جلسات خود احساس اعتماد به نفس، آرامش یا تمرکز بیشتری می کنید و در نظر بگیرید که این تغییرات چگونه بر زندگی روزمره شما تأثیر می گذارد. با توجه به این که چگونه خود هیپنوتیزم در سطح عملی شما را تحت تأثیر قرار می دهد، می توانید هر گونه تنظیمات لازم را در تمرین خود انجام دهید تا مطمئن شوید که بیشترین بهره را از آن می برید. همچنین جستجوی بازخورد از دیگرانی که با تکنیک های خود هیپنوتیزم یا پیشنهاد خودکار آشنا هستند می تواند مفید باشد. با بحث در مورد تجربیات خود با یک دوست، مربی یا درمانگر مورد اعتماد، می توانید بینش ها و دیدگاه های ارزشمندی را به دست آورید که می تواند به شما در اصلاح بیشتر تمرین خود کمک کند. این بازخورد بیرونی می تواند چشمانداز تازهایی درباره پیشرفتتان به شما ارائه دهد و به شما کمک کند تا زمینه هایی را برای رشد ببینید که ممکن است به تنهایی متوجه آن نشده باشید. در نتیجه بررسی پیشرفت خود هیپنوتیزم بخشی ضروری از به حد اکثر رساندن مزایای این تکنیک قدرتمند است. با داشتن یک دفترچه یادداشت، توجه به تغییرات در رفتار خود و جستجوی بازخورد از دیگران، می توانید درک عمیق‌تری از ضمیر ناخودآگاه خود و نحوه پاسخگویی آن به تلاش‌های شما به دست آورید. با مرور منظم پیشرفت خود و انجام هر گونه تنظیمات لازم، می توانید پتانسیل کامل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید و به تحولی پایدار در زندگی خود برسید. تعیین اهداف آینده. برای اینکه واقعا از قدرت خود هیپنوتیزم استفاده کنید و قفل ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید، تعیین اهداف روشن و دستیافتنی برای آینده ضروری است. با تعیین اهداف مشخص به ضمیر ناخودآگاه خود جهت روشنی برای کار می دهید و احتمال موفقیت و تجلی را افزایش می دهید. چه اهداف شما مربوط به رشد شخصی، پیشرفت شغلی، سلامت و تندرستی یا هر جنبه دیگری از زندگی شما باشد، صرف زمان برای تنظیم آنها به شیوهی متمرکز و عمدی می تواند تأثیر عمیقی بر توانایی شما برای دستیابی به آنها داشته باشد.
یکی از مزایای کلیدی استفاده از خود هیپنوتیزم برای تعیین اهداف آینده این است که به شما امکان می‌دهد مستقیماً با ضمیر ناخودآگاه خود که بخشی از آگاهی شماست که مسئول هدایت افکار، باورها و رفتارهای شماست، ارتباط برقرار کنید. با درگیر شدن در تکنیک‌های خود هیپنوتیزم می‌تونید به این بخش قدرتمند ذهن خود دسترسی داشته باشید و اون را با اهداف و خواسته های خاصی که می خواهید در زندگی خود نشان دهید، برنامه ریزی کنید. این می تواند به غلبه بر باورهای محدود کننده یا الگوهای خود خرابکاری که ممکن است شما را از دستیابی به پتانسیل کامل خود باز دارد، کمک کند. هنگام تعیین اهداف آینده با استفاده از خود هیپنوتیزم، مهم است که تا حد امکان دقیق و دقیق باشد. به جای اینکه به سادگی بیان کنید که می‌خواهید موفق یا شاد باشید، برای تعریف دقیق معنای موفقیت یا خوشبختی وقت بگذارید. خود را در حال رسیدن به هدف تجسم کنید و احساسات مرتبط با آن موفقیت را احساس کنید. با ایجاد یک تصویر ذهنی روشن از نتیجه دلخواه خود، به ضمیر ناخودآگاه خود ترهی قدرتمند برای کار ارائه می‌دهید و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهید. علاوه بر تعیین اهداف خاص، ایجاد یک برنامه عملیاتی برای دستیابی به آنها نیز مهم است. این ممکن است شامل تقسیم اهداف شما به مراحل کوچکتر و قابل مدیریت تر، ایجاد یک جدول زمانی برای تکمیل و شناسایی موانع یا چالش‌های بالقوه‌ای باشد که ممکن است در این راه ایجاد شود. با اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه برای هدف گذاری و برنامه ریزی، خود را برای موفقیت آماده می کنید و به خود قدرت می دهید تا برای دستیابی به نتایج دلخواه خود اقدام مداوم انجام دهید. در نهایت، تعیین اهداف آینده با استفاده از خود هیپنوتیزم یک ابزار قدرتمند برای باز کردن قفل ضمیر ناخودآگاه شما و استفاده از پتانسیل کامل آن است. با درگیر شدن در تکنیک‌های آسان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود، می توانید اون را با اهداف و خواسته های خاصی که می خواهید در زندگی خود نشان دهید، برنامه ریزی کنید و احتمال موفقیت و تحقق را افزایش دهید. با تعیین اهداف مشخص و واضح، ایجاد یک برنامه دقیق عمل و برداشتن گام های ثابت در جهت دستیابی به نتایج دلخواه خود، می توانید از قدرت بی حد و حصر ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید و زندگی رویاهای خود را بسازید. تصدیق قدرت درونی شما. برای اینکه واقعاً بر خود هیپنوتیزم مسلط شوید و قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را باز کنید، لازم است ابتدا قدرت درونی باور نکردنی را که در درون شما نهفته است بشناسید. ضمیر ناخودآگاه شما نیروی قدرتمندی است که می‌تواند به شما در رسیدن به اهدافتان، غلبه بر موانع و ایجاد زندگی مورد نظرتون کمک کند. با تصدیق و بهره برداری از این قدرت درونی، می توانید از پتانسیل کامل اون استفاده کنید و زندگی خود را به روش هایی که هرگز فکرش رو نمی کردید متحول کنید. یکی از مراحل کلیدی در شناخت قدرت درونی خود این است که به خود و قدرت ضمیر ناخودآگاه خود ایمان داشته باشید. بسیاری از مردم قدرت ذهن خود را دست کم می گیرند و به سرعت ایده هیپنوتیزم خود را به عنوان یک حق صرف رد می کنند. با این حال، با تصدیق پتانسیل باور نکردنی که در درون شما نهفته است، می توانید شروع به استفاده از این قدرت کنید و از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. یکی دیگر از جنبه های مهم شناخت قدرت درونی خود، تمرین عشق به خود و پذیرش خود است. با رفتار مهربانانه و شفقت آمیز با خود، می توانید ذهنیت مثبتی ایجاد کنید که به شما کمک می کند تا با ضمیر ناخودآگاه خود در سطح عمیق‌تری ارتباط برقرار کنید. وقتی ارزش و ارزش خود را تصدیق می کنید، پیامی قدرتمند به ضمیر ناخودآگاه خود ارسال می کنید که مستحق تمام موفقیت و فراوانی مورد نظرتون هستید. علاوه بر ایمان به خود و تمرین عشق به خود، تعیین مقاصد و اهداف روشن برای تمرین خود هیپنوتیزم نیز مهم است. با تعریف واضح آنچه می خواهید به دست آورید و تجسم نتایج مورد نظر خود، می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید تا در جهت تحقق این اهداف کار کند. وقتی قدرت درونی خود را تصدیق می کنید و اهداف روشنی را تعیین می کنید،
یک هم افزایی قدرتمند ایجاد میکنید که میتونه به شما کمک کنه تا در تمرین خود هیپنوتیزم به نتایج شگفت انگیزی دست یابید. با تصدیق قدرت درونی خود و صرف زمان برای برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود، میتوانید دنیایی از پتانسیل نامحدود را باز کنید و زندگی خود را به روش هایی که هرگز فکر نمیکردید تغییر دهید. با طرز فکر مثبت، عشق به خود، نیت روشن و باور به توانایی های خود، می توانید از قدرت باور نکردنی ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرید و زندگی رویاهای خود را بسازید. بنابراین برای شناخت قدرت درونی خود وقت بگذارید و سفر خود را به سمت تسلط بر خود هیپنوتیزم از امروز شروع کنید.